سلام میکنم به همه دوستان که سلام کردن، ببخشید من دیر دیدم. بعد خب امروز جلسه حل تمرین صفحه منو دارید؟ خوب میبینید؟ حل تمرین گروه دوم جلسه سه، من امید یعقوبی هستم. اگه بعدا حالا اینا رو فیلمش رو دیدید یا سوالی داشتید خاصی ازم بپرسید. این جلسه ما میخواییم راجب NFA صحبت کنیم، یعنی یه سری سوال راجب NFA حل میکنیم و یه دوره کلی میکنیم. به طور کلی ما چند تا روش توصیف زبان تا حالا دیدیم، روش های توصیف زبان. یکی از اون چیزایی که دیدیم جلسه قبل، جلسه اول بررسی کردیم و جلسه دوم آقای طاهری جمع یه سری تمرین براتون حل کردن و اینها، DFA بود، مدل DFA بود که ما باش میتونستیم زبانهای منظم رو توصیف بکنیم. حالا با یه مدل دیگه هم آشنا شدیم به اسم NFA که احتمالاً اگه تو کلاس دیده باشید اینا هم ارزن. حالا روش های توصیف دیگه ای هم وجود داره برای زبان و این دوتا زبان های منظم رو توصیف میکنن. حالا مثلا یه سوال ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد که ما الان DFA رو داشتیم و حالا میگید که NFA هم ارزونه، خب برای چی مثلا از NFA استفاده میکنیم؟ دلیلش اینه که واسه بعضی از اثبات ها، بعضی از طراحی ها، بعضی از زبان هایی که ما میخوایم برای اونا یک مثلا اثبات بیاریم که زبان منظمن، آوردن DFA یه خورده سخت‌تره، شهودی نیستش و طراحی NFA عموما برای ما راحت‌تره. برای مثال فرض کنید که سوال دادن به شما که نشان دهید زبان های منظم تحت الحاق بستند. خب برای اینکه نشون بدیم زبان‌های منظم تحت الحاق بستند، نظرتون چیه؟ چه پیشنهادایی دارید؟ چه جوری میتونیم اینو نشون بدیم؟ یه نفر باز کنه میکروفونش رو توضیح بده. نظری ندارید؟ یعنی میدونید اصلا چی میگه سوال؟ صورت سوال رو فهمیدید؟ الحاق چیه؟ بله بله، الحاق این ترجمه کانکاتینیشن، حالا اگه آیه شو دوست گوش بگم کانکاتینیشن آره، که ما دو تا زبان رو میتونیم با هم الحاق بکنیم. اگه مثلا L3 رو شما در نظر بگیرید، ما میگیم L3 الحاق L1 و L2، این شکلی مینویسیمش و حالا منظورمون اینه که رشته هایی که داخل L1 هستن، حالا مثلا بگیریم مثلا W، نمیدونم X، Y، همینجوری اینا رو با رشته های داخل L2 اینا رو به هم بچسبونیم، کانکت بکنیم، مثلا چه میدونم Z و غیره. الان مثلا اینجا WZ ما میدونیم که این WZ یعنی چسبوندن دوتا رشته WZ به هم دیگه، این عضو L3، یا اینکه XZ مثلا باز عضو L3، این میشه الحاق. حالا نظرتون چیه؟ اگر ما بدونیم L1 و L2 اینها منظم هستن، چطوری میتونیم اثبات کنیم که L3 که از الحاق بین L1 و L2 به دست اومده این هم منظمه؟ نظرتون چیه راجع به اثبات؟ یعنی عموما باید یه حسی داشته باشید، خیلی چیز سختی نیست، حداقل ایدهتون چیه، چجوری میتونید اینو اثبات کنید؟
ایده ای ندارید؟ خب ایده رو خب پس من میگم چون که ندیدم دیگه کسی بگه، صبر کردم میخورده. آیه کرجی بفرمایید، میکروفون دادمش. من همچنین همه شما رو چیز میکنم، اپراتور میکنم. بذارید من همه رو اپراتور بکنم. من شما رو آیه کرجی اپراتور کردم، بعد از اینکه جوابتون رو گفتید بقیه هم لطف کنید اپراتور کنید. بفهم. باشه چشم چشم. خب این حالا میخوایم بگیم که یه NFA یا DFA وجود داره که حالا LTSA رو اکسپت کنه دیگه. دقیقا. خب. 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 میدونیم حالا یه NFA وجود داره که از یه استیت استارتی خب. میره به یه سری استیت های فاینال که L1 رو اکسپت میکنه. دقیقا. خب. خب حالا اگه اون استیت های فاینال هر کدوم جدا بیان یه استیت استارت بگیریم، خب میتونیم اینا رو بیان باز کنیم به یه NFA دیگه که میاد رشته های L2 رو اکسپت میکنه. دقیقا. چجوری حالا باز میکنید اینو؟ یعنی چجوری اون نهایی ها رو وصل میکنید به ابتدای؟ یعنی به تعداد نهایی ها میایم یه دونه NFA دیگه میکشیم که استارتش از اون فاینال باشه. آها، یعنی شما نظرتون اینه که چند تا NFA به تعداد فاینال ها، به تعداد فاینال های NFA L1 میایم NFA L2 میگی. این هم ایده آره. جالبی، ولی یه خود راحت تر هم میشه. خیلی خوبه، خیلی خوب بود، مرسی. آره. اگه لطف کنید دستتون در نکنه بابت ایداتون، لطف کنید بقیه هم چیز بکنید، اپراتور بکنید که بتونم میکروفونشون روشن کنم. خیلی خوبه. آره، دست شما درد نکنه. خب هر کسی خود اپراتور شد لطف کنه حالا کسایی که اپراتور نیستن و اپراتور بکنه، مثلا خانم دوخانی. آره مرسی. آره دقیقا داستان اینه که دوستان ما یه رشته ای داریم W، میخواییم ببینیم که W عضو L3 هست یا نه، و سوالی که برای ما پیش میاد اینه که W رو از کجا ببریم. خب یعنی نمیدونیم W رو از کجا ببریم، و در واقع سوال اصلی اینه که آیا نقطه برشی وجود دارد که W مساوی با XY باشه و X عضو L1 و Y عضو L2. این سوالی که بر ما پیش میاد، و طراحی DFA برای این اصلا ساده نیستش. بعد اینجا ما از NFA میتونیم استفاده بکنیم و خیلی طراحی رو بر ما ساده تر میکنه. خب من بخوام برای اینکه وارد بحث بشیم یه NFA کوچیک اینجا میکشم و بعد حالا راجبش صحبت میکنیم. این NFA رو شاید بهتر باشه من صفحه بعد بکشم، اینجا شلوغ نشه. اگه سوالی چیزی هم در این بین داشتید حتما بپرسید. حالا من ایده ای که آیه کرجی دادن من باز میکنم، ولی حالا سوال دیگه هم داشتیم بفهمید خانم دوخانی. ببخشید من متوجه نشدم که ما چرا نمیایم یه دونه DFA ارائه بدیم. یعنی فکر کنم همون کاری که آقای کرجی که انجام دادن، بیایم صرفا بگیم که یه DFA وجود داره برای زبان L3 که حالا متشکل از DFA L1 و L2 هست، و نمیدونم یعنی شما دنبال نقطه برشی و اینها هستید. یعنی بگید الان من این ماشین M1 که L1 مساوی با L1، این ماشین M2 که L2 مساوی با L2. بگید من چیکار کنم؟ اینا نهایی های مثلا M1 هم چیکارشون کنم؟ یا مثلا استارتشه، اینا استارتش، اینا چیکار کنم؟ استارتشون رو نمیتونیم با هم یکی کنیم. استارتشون رو فکر کنم که چه جوری، ولی اگه مثلا اپسیلون NFA بتونیم طراحی کنیم شاید خوب باشه. یعنی یه استارت کنیم. خب دقیقاً الان شما خانم دوخانی گفتید که اپسیلون NFA طراحی کنید، ولی یه جا گفتید که ما میتونیم از DFA استفاده کنیم. من گفتم طراحی DFA برای اینکه دو تا الحاق دو تا زبان رو بپذیره خیلی خیلی مشکله، و من مطمئنم تقریبا هیچ کس الان تو این کلاس نمیتونه ایده ای بده که دو تا DFA رو ما یه جوری به هم دیگه مثلا متصل بکنیم که الحاقو بپذیره. الان شما بگید اگه می‌خوایم DFA باشه بعد چیکار کنیم؟ الان این مثلا پایانی‌ها رو چه بلایی سرشون بیاریم؟
نه من نمیگم باید دی اف ای باشه، یعنی لفظی اشتباه گفتم، ولی میگفتم همین که مثلا ما صرفا که اپسیلون ان اف ای ارائه بدیم مگه کافی نیست؟ چرا دنبال نقطه برشی هستیم؟ خب این اپسیلون ان اف ای چجوری داره کار انجام میده؟ چجوری این چجوری متوجه میشه که دابلیو مساوی با ایکس ایگرگ؟ نقطه برش میشه جایی که ایکس مثلا تموم شد ایگرگ داره شروع میشه. چجوری میفهمه که من کجای دابلیو ببرم که این ایکس داخل ال یک ام یک بپذیرتش، ایگرگ و ام دو؟ بله بله متوجه شدم. آره. اگر مثلا شما بیاید و اینجا مثلا بگید که من برای یه حرفی مثلا آ میام به این ور، مشکل به وجود میاد که شما زبانی که زبانی که دارید توصیف میکنید، این زبانی که اینجا من گفتم از الحاق نیستش. دقیقا همونطور که گفتید باید از اپسیلون ان اف ای استفاده بشه و این اپسیلون ان اف ای در حقیقت، حالا جلوتر میبینیم که این حرف من یعنی چی، داره حدس میزنه نقطه برشو، یعنی حدس میزنه که من دابلیو رو از کجا ببرم، یعنی از مثلا نقطه صفر ببرم، مثلا اینجا اپسیلون باشه اینجا ایگرگ، یا اینکه مثلا اینجا آ باشه اینجا مثلا ایگرگ، این ایکس مون باشه، چجوری ببرمش که قسمت اول بیفته توی LM1 و قسمت دوم بیفته توی LM2. بله خب آره. حالا بریم سراغ این که یه مثال کوچیک بریم. فعلا صرفا این چیزی که من اینجا گفتم یه پروف اسکچ کوچیک ازش میکشم جلوتر، ولی مثال NFA و اینا میخوایم بزنیم با هم دیگه که مطمئن باشیم هممون با همین و بدونیم مثلا بدونیم که با NFA اوکییم، با مدل NFA اوکییم که کار بکنیم. من یه NFA کوچیک اینجا میکشم، Q1 Q2 Q3 و Q4. خب اینو من میگیرم حالت آغازین و یه دونه با آب خودش برگرده، یه با آب یاره به این تا ببینیم مثلا چجوری داره کار میکنه NFA، فرقش با DFA چیه. این مثلا با B برگرده به این، این با B بیاد اینجا، بذارید اصلا اپسیلون NFAش بکنیم ها، گفتید اپسیلون NFA و این اینکه اپسیلون داشته باشه، یه دونه با آ مثلا اینجا، یه اپسیلون هم اینجا، این هم که مثلا هیچی نداشته باشه، این هم به ازای آ نداره، خوبه. یه NFA خوبیه که ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم و یه خورده با این مدل احساس راحتی بکنیم، برای اینکه توی این تمرینی که بهتون دادم، یعنی تمرینی که براتون سلکت کردیم، به مشکلی بر نخورید. و خب حالا این چه جوریه؟ بذارید یه خورده مثلا راجع به خاصیتاش صحبت بکنیم. الان در Q1 خب برای حرف آ چه اتفاقی داره میفته؟ حالت بعدی دو انتخاب داره، خب Q1 و Q2. این مثلا دو انتخابی بود. در Q1 بعضی موقع اصلا برای حرف ب آره، برای حرف ب آره، برای حرف ب حالت بعدی نداریم اصلا. یادتون باشه تو دی اف ای هم چیزی نبود، من میگفتم که باید کامل باشه و اینها. در واقع انتخاب هامون، انتخاب ها اندازه شون مساوی با صفر. مثلا یک دو تا چیز مهم بود که خواستم بهش اشاره بکنم که بیام اینجا خواص ان اف ای رو کوتاه بنویسم. یکی این که یک مسیرهای ممکنه متفاوت برای یک ورودی، این یعنی چی؟ بذار اصلا نگم ورودی، مسیرهای انتخاب، مسیرهای ممکنه متفاوت برای هر حرفی. الان مثلا Q1 آ رو که میبینه میتونه بره به Q2 یا میتونه بره تو همون Q1 بمونه. یعنی در واقع اینجا من بگم که انتخاب ها برای حالت بعدی بین صفر تا اندازه کیو، یعنی میتونه حالا به هر با آ به هر استیتی بره، یعنی که اصلا کلا به هیچ استیتی نره. اینو در واقع این مفهوم یه جورایی داخلش
همین غیر قطعی بودن نهفته است، نان دترمینیسم، که خیلی مهمه تو این درس. و حالا اینجا من دارم توضیح میدم به این علت که شما تمام مدل ها یک نمونه نان دترمینیسم، یک نمونه نان دترمینیستیک از اون مدل میبینید و لزوما اینها حالا مثل اینجا برابر نیستن. و دومین چیزی که حالا آپشناله، یکی این که این اپسیلون ان اف ای، یعنی این خاصیت آپشنال، یعنی اینکه میتونن بعضی از ان اف ای داشته باشنش، میتونن نداشته باشنش. و برای اینکه ما دقیق باشیم، اونایی که دارن رو میگیم اپسیلون ان اف ای. اینه که ما حرکت برای رشته پوچ اپسیلون داریم. خب در واقع یعنی انگار ما بهش میگیم لاندا، بهش میگیم اپسیلون ترانزیشن. من یه لحظه گفتم لاندا به این علت که بعضی از منابع به جای اپسیلون میگن لاندا، بهش میگیم اپسیلون ترانزیشن. یعنی یه جورایی ما اصلا رشته رو مصرف نمی کنیم و بعد میتونیم بریم یه حالت دیگه. یعنی الان مثلا شما فرض کنید که ما Q3 هستیم، رسیدیم به Q3، بدون اینکه هیچ قسمت از رشته رو مصرف کنیم میتونیم بریم به Q4 یا اینکه میتونیم Q3 بمونیم. این هم نگاه کنید یک انتخاب نان دترمینیستیکه. بعد این در واقع این چیزیه که من مینویسم اینجا، این ضرورتاً هر NFA، یعنی ضرورتاً نیازی NFA داشته باشدش. ما جلوتر میبینیم که حالا چجوریه و اینا تو تمرینایی که حل میکنیم، یعنی آپشنال در واقع. حالا محض احتیاط اینجا مینویسم که اثبات میشود که حرکات اپسیلون قابل حسفند. این قابل اثبات. ولی خب برای همونطور که بهتون گفتم، برای راحتی تو طراحی بازم ما از اپسیلون NFA استفاده میکنیم و از این حکم هم که اینا با هم برابرن بازم استفاده میکنیم. حالا من اینجا گفتم مسیرهای ممکن متفاوت، منظورم به ازای یک سمبول و تو یک استیت بود. و در واقع میتونم اینطوری بگم، یه خود بستش بدم، بگم که برای انتخاب های ممکن مسیرهای متفاوتی داریم. یعنی که مثلا، یعنی به ازای یه وردی W، من لزوماً یک دنباله مشخص و دقیق از استیت ها رو طی نمی کنم و این دنباله میتونه متغیر باشه. و به همین علت انتخاب های ممکنه ما توی هر کدوم از این استیت ها خیلی مهمن. و ما میگیم خب ورودی رو میپذیره، ورودی را میپذیرد اگر مسیری وجود داشته باشد که به اکسپت برسد. خب آره، این خواصی که دارن NFA یا مسیرهای ممکن متفاوت، منظورم این که شاید بگم انتخابهای ممکن متفاوت بهتر باشه، انتخابهای ممکن متفاوت در هر استیت ما داریم. خب در هر حالت، در هر، به ازای هر حالت و سمبول، آره به ازای هر حالت و سمبول. منظورم چیه اینجا؟ اینه که خب حالا مثلا Q1 به ازای A انتخابای ممکن متفاوتی داره. خب حالا ما میخوایم ببینیم چجوری اصلا همین NFA که کشیدیم، مثلا آیا رشته رو میپذیره نمیپذیره. من اینجا خود گنگ شد صحبت کردم، گفتم که ورودی رو میپذیره اگر که وجود داشته باشه مسیری که به اکسپت برسه. این خود شاید مثلا خیلی واضح نباشه که منظورم از این حالت چیه. ببینید، من میتونم حالت فعلی، یعنی میتونم حالت نگم یا بگم چی مثلا، چرا دیگه چاره ای ندارم. آره بذار من چجوری به شما بگم، اسنپشات مثلا. آره فرض کنید که شما دارید یک رشته رو توی یه NFA اجرا میکنید، این NFA داره روی این رشته اجرا میشه، همش داره چیز میخوره دیگه. ببخش من یکی از این نوشته رو نایده بودم. آه نه اوکی، همش داره رشته کوچیک میشه دیگه، یعنی در واقع داره رشته رو میخوره. مثلا از چپ شروع میکنه، آ رو میخوره، ب رو میخوره، میره جلو. خب من اگه بخوام در یک لحظه از اجرا، یعنی مثلا الان آ ب رو خوندم، یه میزانی از رشته مونده،
بخوام ماشینم رو حالتی که وجود داره اون در واقع بهش میگیم کانفیگوریشنش رو بخوام نشون بدم، اینو میتونم با استیت فعلی یعنی حالتی که الان توش هستم و باقی مونده رشتم نشون بدم، اون قبلیار که دیگه نمیبینم. خب حالا ما جلوتر یعنی حالا خیلی جلوتر میبینید که حالا بهش میگن کانفیگوریشن، با اسمش کاری نداریم. من میخوام ببینم که آیا مثلا رشته AAB پذیرفته میشه توسط ماشینی که من طراحی کردم یا نه. اینجا اول اتفاقی که میفته اینه که خب حالت شروع من چیه، اول کار رشته من چیه. بذار بنویسم اینجا، میخوام ببینم W که مساویه با AAB آیا عضو L، اسمش رو بذاریم مثلا N1 بذاریم، آره N1 L N1 هست یا نه. خب اول کار ماشین من کجاست؟ تو حالت آغازین Q1. رشته من کلش الان خونده نشده دیگه، پس AAB رو دارم. اینجا من که میگم انتخاب های متفاوت یعنی چی؟ یعنی من الان دو تا انتخاب دارم، پس دو شاخه میشم. خب یعنی نان دترمینیسم یعنی همین، یعنی که من لزوما به یک کانفیگوریشن بعدی نمیرم و میتونه کانفیگوریشن های بعدی وجود داشته باشه برای کانفیگوریشن فعلی من. و خب حالا اینجا میتونم من توی Q1 بمونم و یک کدوم از حرفا رو بخونم، AB ناکنید این خونده شد، این قسمت رو نگاه کنید اینجا دیگه وجود نداره. یا اینکه میتونم برم به Q2 و اون همون اولیه رو بخونم، یعنی به ازای خوندن آ من میتونم به دو تا جای متفاوت برم. حالا دوباره تو Q1 هم دوباره من آ رو دارم میبینم، یعنی دوباره باز میتونم توی Q1 بمونم، این انتخاب رو دارم که توی Q1 بمونم و باقی مونده رشته من میشه به، یا اینکه میتونم دوباره برم به Q2 و باقی مونده رشته من میشه B. اینجا به ازای B اگه نگاه کنید ماشین من اینجا Q1 به ازای B تعریف نشده است. وقتی تعریف نشده است اصطلاحاً، حالا من نمیدونم استاد چی گفته، ولی اصطلاحاً میگن dead state، میره به dead state چون B نداره. یا مثلا یه خود پیشرفته تر که بشید مثلا بهش میگن dead configuration، چون که برای B Q1 حالت بعدی تعریف نشده براش، به همین علت این میره به dead state یا همون dead configuration. و این چی؟ Q2 اگه تو Q2 باشیم و B رو بخونیم اینجا اتفاق متفاوتی میفته. B دو تا انتخاب داره، یا اینکه میتونه برگرده به Q1 اگه نگاه کنید، یا اینکه میتونه بره Q3. بذارید بریم اول تو Q1 و اپسیلون، این همین دیگه، دیگه بعد از این جایی نمیتونم برم، انتخاب دیگه ای ندارم. یا اینکه اینور چیکار کنم، برم به Q3 و اپسیلون. حالا اتفاقی که میفته این که من تو Q3 یه دونه یال اپسیلون دارم، یه اپسیلون ترانزیشن دارم به Q4. اینجا من دوباره چی دارم؟ دوباره من انتخاب دارم، دوباره انتخاب های نان دترمینیستیک دارم. و انتخاب من اینه که یا اینکه بمونم تو Q3 یا اینکه برم به Q4. و Q4 برای من حالت پایانیه، یه دونه ستاره میذارم اینجا، Q4 برای من حالت پایانیه و در واقع یک مسیری پیدا کردم که این داره به اکسپت میرسه. این Q2 آبم خیلی راحت، چون که Q2 براش آ تعریف نشده است، Q2 براش آ تعریف نشده دیگه، آره، این خیلی راحت میره به dead state. حالا من از این چه نتیجه میگیرم، از این درختی که اینجا کشیدم؟ شما من بگید آیا AAB عضوی از این زبان هست یا نه، یا آیا این ماشین AAB رو میپذیره یا نه. بگید، میکروفون روشن کنید، بگید. همه تونم فکر کنم دسترسی دارید. بله راجع به پذیرش من الان یه دوره‌ای کردم که چه اتفاقی میفته که ما میگیم یه رشته رو پذیرفته ماشین NFA. و آره دیگه یه خود نگران شدم و بدونید دیگه بادت. خب
اینجا چرا میپذیره؟ چون یک مسیری وجود داره. حالا ما به این میگیم چی؟ میگیم اگه میخواید لغات تخصصیش مثلا بدونید، ما به میگیم accepting path. یه مسیری وجود داره که ما به حالت فاینال رسیدیم، یعنی یک دنباله ای از انتخاب های نان دترمینیستیک وجود داره، دنباله ای از انتخاب ها داریم که ما را به یکی از حالات نهایی میرسونه. آره من این مدل درخت رو شاید یه خورده مثلا زود بهتون گفته باشم، ولی به شهود شما کمک میکنه که بدونید که این ناندترمینستیک داره چجوری رشته رو مثلا میخونه، چه اتفاقی میفته که ما میگیم میپذیره یا نه. پس در واقع میگیم که اگر وجود داشته باشد انتخاب های ممکن که به فاینال، به یکی از حالات نهایی منجر شود، این میشه W عضو، اینو ما میگیم accept یا میگیم W رو میپذیره. آره اینجا W رو میپذیرد و در غیر این صورت نمیپذیرد. در غیر این صورت نمیپذیرد. یه دقتی بکنید، ما اینجا مثلا اگه یه انتخابایی داشتیم که به اینجا میرسیدیم، اینجا واقعا اتفاقی که افتاده اینه که به یه حالت غیر نهایی رسیدیم، ولی از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که عضو زبان نیست. همین که وجود داشته باشد نشون میده که این عضو زبان هستش. خب این از این دوره. یه چیزی هم مثلا در حد مثلا نوت بهتون بگم که بعدا یه موقعی گیج نشید. تا به حال ماشینه نان دتر نان دترمینیس تیک در دنیای فیزیکی، دنیایی که داریم زندگی میکنیم، ساخته نشد. یه موقعی مثلا بعدن نگید که الان نمیدونم یه سری مدلای نگید نمیدونم کوانتوم و اینا اصلا هیچکدوم نان دترمینیستیک نیستن. یه موقع اشتباهی در واقع مدل ریاضیاتیه. آره اینو میدونستید که فیزیکیشو نداریم یا نه؟ دارم جالب بدونم. میدونستید؟ صدای من میاد؟ خب یه نفر میکروفون روشن کنه بگه. آیه فیزیکی ببینید، مثلا الان مدل تورینگ رو ما میتونیم بیایم درست کنیم، واقعا میتونیم بیایم با پیچ و مهره اینا یا حتی تو کامپیوتر میتونیم درست کنیم، ولی این مدل رو نمیتونیم درست کنیم. اینو میخوام بدونم که میدونید که نمیشه این مدل رو درست کرد، چون نان دترمینیستیک اصلا یک مفهومیه که فعلا چیز فیزیکی براش پیدا نشده. خب بله آی دانش پژوه، مثلا کوانتومی اگه مثلا برای فقط به درس البته مربوط نیست، ولی برای اینکه خودتون مثلا بخواید بدونید و اینا، نه کوانتومی به این صورت کار نمیکنه. یعنی اگر کوانتومی به این شکل کار میکرد پی برابر با ام پی میشد، که اینطور نیستش. یعنی یه مدل دیگه ای داره کار میکنه. سیستم ماشینای کوانتومی مدل دیگه کار میکنه، به این شکل کار نمیکنه. آره خوب، حالا اینم واسه اینکه بدونید یه موقع اشتباه نشه. خب مثلا یه چیز دیگه هم، چون که این خود این مفهومه توی طراحی NFA و با جواب دادن به سوالا میتونه بهتون کمک کنه. اینطوری فرض کنید، فرض میکنیم این فرضیه که در واقع من دارم میگم، این فرضی نیستش که من بگم، این فرضیه که مثلا خیلی از اساتید، خیلی از کتابا میگن میتونید از این فرض استفاده بکنید که بتونید ماشین NFA تون رو خوب طراحی بکنید. یعنی این صحبت من نیست که موقع میتونید
چیز کنید، با اطمینان ازش استفاده کنید. فرض میکنیم که در هر لحظه حدس میزند مسیر منتهی به یک حالت نهایی کدام است؟ آره یعنی انتخابش مثلا هر لحظه دو تا شاخه شد میگه که، یا سه تا شاخه شد مثلا، حدس میزنه که کدومه مسیری که منتهی میشه به حالت نهایی. و این حدس را دقیقا همینو میگن، فکر نکنید حالا من دارم، این حدس رو به شکل جادویی میزند. آره این کاملا اوکیه. اینجا یعنی چی؟ من الان اگه بخوام لیزرم روشن کنم، یعنی من به عنوان یک نان دترمینیستیک تورینگ ماشین به هم آبی داده شده، من حدس میزنم، ولی حدسی که میزنم چون که جادوییه به این شکلی که میدونم دقیقاً کدوم حدسم درسته، اگه حدس درستی وجود داشته باشه من اون حدسو میزنم. یعنی چی؟ یعنی من میام اینور و بعد اینجا هستم دوباره حدس میزنم، بین چپ و راست حدس میزنم و حدس درستو میزنم، میام اینور. به همین ترتیب من دنبال حدسام همیشه درسته چون حدسای جادویی میزنم. خب و به همین علت میگم که این یه نوع رویکرده که مثلا میتونید شما داشته باشید برای اینکه به نان دترمینیستیک یا به نان دترمینیسم مثلا فکر بکنید، به غیر قطعی بودن. اینو من یه خورده مثلا گفتم و اینا به این خاطره که این فقط توی NFA نیستش که شما برخورد میکنید با این مدل، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. خب حالا که اینا رو متوجه شدیم، یک شکل فقط یاداوری ببینیم این نان دترمینیستیک تورینگ ماشین، بخش نان دترمینیستیک فاینایت اتوماتا چه شکلی بودش. یه دونه کیو داشت و یه دونه مثلا الف با، این مجموعه حالت ها، مجموعه الف با و دلتا و کیو صفر و اف، این شکلی بود. این دی اف ای با این تفاوت که این دلتا یا تابع انتقالش متفاوت بود. اینجا ساختار تابع دلتا متفاوت با دی اف ای است. آره بعد به چه شکلیه؟ من میگم متفاوته در حد دوره، اینکه دلتا اینجا از کیو ضرب در آلفا یعنی یه استیت و یک حرف، این دفعه میره به پاور ست کیو یعنی به مجموعی از حالت ها میره که 1% اگر یادتون رفته این پاور ست چجوریه، یعنی آر به شکلی که آر زیر مجموعه کیو باشه، این منظورم اینه. آره این تابع به این شکل تعریف میشه، تابع ترانزیشن. خب مثلا توی اون ماشینی که مثال زدیم، الان که مطمئن بشم که خوب دوره شده، این کیو ای مساوی با چیه؟ یعنی دلتای کیو ای چی میشه؟ این ماشینه اینجا، صبر کنید کجا بود ماشینه من، این اینجا من بگید دلتای کیو ای چی میشه؟ بگید دیگه بابا، میدونید مگه میشه ندونید؟ الان تک تک تبدیلش بگیم یعنی؟ نه نه من فقط دارم میگم دلتا کیو یک و ای چی میشه؟ دلتا کیو یک و ای چی میشه؟ میشه مجموعه کیو دو و کیو یک. همین ساده، فهم خواستم مطمئن بشم که اوکیت. خب آها یه چیز دیگه هم دیگه کاملا از همه چی مطمئن بشم، اینه که این چی میشه Q1 و B، این چی میشه Q1 و B، اینم بگید که دیگه اوکی باشه. دلتا Q1 و B چی میشه؟ توهی میشه. آره آره اوکی. خب خب اینم هست، اینم میشه توهی. خب فقط یه چیزی هم که در حد که مثلا بتونیم با این
چیزا کار کنیم، با این نوتیشن ها کار کنیم، دلتا هات رو اینجا ما میتونیم دوباره تعریف بکنیم همونطور که تو قبلی داشتیم، از کیو و زیگما استار میره به پاور ست کیو، ساختارش این شکلیه، فقط اینجا شده پاور ست کیو، یه دونه استیت و یک رشته رو میگیره و به ما میگه که به چه مجموعی از حالت ها میریم و تعریفش به این شکله که دلتا هات کیو و اپسیلون مساوی با کیو اگر NFA باشه، اگه حالا اپسیلون NFA باشه ما اپسیلون کلوجرش هم میگیریم که حالا نشون میدم چش، و دلتا هات کیو و WA این هم دیگه میدونید دیگه چیه دیگه، میدونید بهم بگید چی میشه این، بگید در حد یک کلمه‌اش هم بگید کافیه، همین که مثلا بدونم مجموعه است اینجا الان باید چی کار کنم. بگید بچه ها اذیت نکنید، من همش تنهایی حرف میزنم. آره آره دست در نکنه، مرسی آقای دانش پژوه. دقیقا من دنبال همین کلمه میخواستم ببینم چی میشه این اجتماع. اجتماع چجوریه؟ برای اینکه میخواییم باش کار بکنیم، اجتماع S عضو W hat QW، یعنی من به مجموعه ای از حالت ها میرم با خوندن W، خب این مجموعه رو میذارم اسمش رو مثلا دلتا هات کیو دبلیو به اون شکلی تعریف کردم، حالا به ازای یک کدوم از این عضوای این مجموعه دوباره من یک مجموعه دارم که این باید اجتماع بشه. مجموعه من چجوری به دست میاد؟ با گرفتن دلتا از اون حالته و آخرین حرف، این میشه دقیقا دلتا هات من. خب چیزی که ما بیشتر این جلسه باش کار داریم، یه میزان خوبی از این جلسه البته نه حالا بیشتر این جلسه، اینه که برای هر NFA یک DFA برای هر NFA یک DFA معادل داریم. این رو با روشی انجام میدیم که ما بهش میگیم subset construction، و خیلی ساده است، یعنی حالا جلوتر بریم میبینید که خیلی خیلی راحت ما میتونیم شبیه سازی بکنیم رفتار NFA و توسط یک DFA و کماکان مدل محاسباتیمون تغییر نمیکنه، فقط تعداد حالت ها ممکنه تا یه سقفی بزرگ بشه. برای این تبدیل ما مجموعه حالات رو میگیریم کیو پریم مساویه با پاور ست کیو، که حالا یه خود حرفه‌ای بشید میبینید که همه پاور ست کیو هم نیاز نیست، اونایی که فقط ریچیبلن قابل دسترسی هن. و تابع انتقال که مهمه، در واقع تابع انتقال تابع انتقال رو میگیریم دلتا پریمه آر و آ، که این آره عضوی از کیو پریمه، یعنی یه مجموعه است. اینجا دیگه حالا به چشم مجموعه بهش نگاه نمی کنیم، اینم بهتون بگم اینجا دیگه ما به چشم یک استیت داریم بهش نگاه میکنیم، یعنی برای هر کدوم از این مجموعه ها، برای هر کدوم از این زیر مجموعه ها یک استیت معادل گرفتیم. برای همین حالا من شاید بهتر باشه مثلا اینو شهودی مثلا بگم، شهودی یعنی این، ولی این مجموعه، این خودش مجموعه نیست، نوعش، ما نوع این استیت، نوع آن بذار بگم آره برچسب بشه اینجوری، برچسب نوت خودش نوعش میشه گره، ولی برچسبش در واقع همون یکی از اعضاییه که تو پاور ست فلان. این مساوی میشه با اجتماع همه حالتایی که تو همه حالتایی که تو آر هست و دلتا پی او آر. به عبارتی ما اینجا یک مجموعه از حالت ها داریم، خب
که از هر کدوم از این مجموعه از هر کدوم اعضای این مجموعه که هر کدومشون حالتن میتونیم به مجموعه از حالتهای دیگه بریم. مثلا بهتون بگم این اعضای من هستش، مثلا این Q1 Q2 Q3 این مثلا میره به یک مجموعه، این مثلا میره به یه مجموعه دیگه، مثلا یه میزانی اشتراک داره، این مثلا میره به یه مجموعه دیگه حالا مثلا اشتراک نداره. ما همه اینا رو این آر منه، خب این آر منه، همه اینا رو با هم چیز میکنیم، اجتماع میکنیم. یعنی به طور کلی تمام این مجموعه هایی که میتونیم با هر کدوم از این اعضا بریم رو اینا رو اجتماع میکنیم و اینجوری دلتا رو میسازیم که خیلی شهودیه، خیلی شاید مثلا نوتیشن یه خود عجیب غریب باشه، ولی خود کاری که اتفاقی که داره میفته اینجا اتفاق خارق‌العاده‌ای نیست. و حالا که ما یه دوره‌ای کردیم NFA و دلتاش هم دیدیم و میدونیم که حالا برای هر NFA میتونیم یک DFA معادل بسازیم و حالا این مثال هم میبینیم چجوری، حالا یکی از اون سوالایی که من پرسیده بودم این بود که نشان دهید که تحت الحاق زبان‌های منظم بسته بودن تحت الحاق زبان‌های منظم. کاری که می‌کنیم چیه؟ اینه که ما می‌دونیم A1 و A2 اینا منظمن. خب می‌نویسم A1 و A2 دو تا زبانن که اینا منظمن. بعد واسه این دو تا زبانم چون که منظمن، چون منظمن بنویسم چون منظمند. این هم این چیزی هم که من دارم اینجا می نویسم در واقع پروف نیست. شما ازتون بعضی موقع پروف می خواهیم. این پروف اسکچه. یعنی من دارم کلیت اثبات رو یه خورده فراتر از ایده اثباته. کلیت اثبات رو دارم به صورت شماتیک به شما نشون میدم و شما میتونید اثبات رو بیاید به صورت دقیق بنویسید اینجا. بعدن یعنی چون که آشنایید دیگه با نحوه اثبات نوشتن و اینا، تا الان چند بار دیدید، من پروف اسکچشو میگم. این A1 و A2 چون منظمند پس وجود داره M1 و M2 که اینا DFA هم که M1 بذارید اینجوری ننویسم، وجود دارد M1 و M2 که DFA هستند و LM1 مساوی با A1، LM2 هم مساوی با A2. چون چه این چیزی وجود داره پس این ماشینا رو اینجا بکشم شکلشون رو. من ماشین جدیدمو که یک NFA رو میخوام بسازم که الحاق این دوتا زبان رو بپذیره، این M1ه، این M2ه. این خب یه سری حالت داره، بعضیاش مثلا پایانی هست، این هم مثلا آغازینه، این هم یه سری حالت داره، حالا مثلا سه تا پایانی داره. همونطور که دوستان اشاره کردن، البته یه خود راحت ترش اینه که من حالتهای پایانی اینو بیام با یک اپسیلون ترانزیشن ببرم به حالت آغازین M2 و این رو از حالت نهایی در بیارم. پس اتفاقی که میفته اینه که اینا رو از حالت نهایی در میارم، میکنمش حالت عادی و از این از تمام اینها با اپسیلون میرم به این. اتفاقی که میفته اینجا چیه؟ اینه که W داره خونده میشه، W مساوی با W1 W2 W3 W4 همینجوری تا WN. اینجا مثلا فرض کنید که این X منه، این Y منه. W3 چون عضو X وقتی دارم میخونمش میرسم به یک به این حالت پایانیه، به یک کدوم از این حالت پایانیه. بعد اتفاقی که میفته بدون مصرف رشته، خب یک انتخابی که دارم اینه که میتونم برم به حالت آغازین بعدی و از اونجا به بعدش تو این ماشینه بخونم. پس مجموعه انتخابی برام وجود داره، مجموعه انتخاب‌های غیر قطعی بر من وجود داره که منو به حالت پایانی برسونه، چون بقیه اینم میدونم که منو به یک از این حالتهای پایانی میرسونه. پس تمام حالات
پایانی M1 از پایانی درآورده می شوند و و از هر حالت قبلی پایانی M1 یک انتقال یک یال با برچسب لاندا به حالت آغازین M2 داریم. این شد در واقع پروف اسکچی که من میخواستم از این به شما ارائه بدم که ببینید چجوری اینا احتمال هم داره که چیزای شبیهش رو دیده باشید. از این سوالی ندارید؟ اگه سوال دارید بپرسید. خب خیلی خوبه. یک در واقع دفعه قبل من یه خود چیزای ساده گفتم و بعد رفتم سراغ چیزای سخت. یکی از دوستان گفت خیلی خوبه اینجوری، منم گفتم باش ادامه بدیم این روش رو، شاید واقعا اوکی باشه یه هایی نپریم سر چیزای سخت. خب حالا این چیزای یه خورده ساده تموم شد، میریم سراغ چیزای متوسط تر و بعد حالا سراغ چیزای سخت تر. یک چیزی که من اینجا خیلی باش کار میکنم در حد یادآوری میخوام به شما بگم اینه که این اپسیلون کلوجر که فکر کنم مطمئنن میدونید دیگه، بهتون درس داده شده تو کلاس و من در حد یادآوری اپسیلون کلوجر، اپسیلون کلوجر یعنی چی؟ یعنی که مفهومش رو بخوام بگم اینه که از حالت پی بدون خواندن سمبول. بچه‌ها صدا اینا میاد اوکیه؟ خود خیلی ساکته، بچه‌ها سوالی نپرسن. خب بدون خواندن سمبول به کجا، از حالت پی بدون خواندن سمبول کجا میتوان رفت؟ آره همونجوری به صورت شهودی. با این چیزا فقط یه چیزی هم که داره به صورت نوت این که خود اون حالت همیشه عضو اپسیلون کلوجرش هست دیگه، بدون هیچی من توی خود اون حالت میمونم. این نوتیشنش هم ای کلوز اپسیلون کلوجر، اپسیلون کلوزد اینجوریه، این همیشه عضوش هستش خود حالت. و اگه پی عضو اپسیلون کلوجر کیو باشه خب و آر هم عضو اپسیلون آر، یه جور دیگه بگم آر، آره چون مجموعه است، آر عضو دلتا پی و اپسیلون باشه، اون موقع آر عضو ایکلوز کیو هم هست. آره اینو من حالا شاید خود نوتیشن ریاضی مثلا یه خود شاید سختش کرده باشه. به صورت کلی یعنی چی؟ یعنی که من یک کیوی دارم اینجا و یه پی، من با حرکات لاندا از چند استیت ممکنه گذشته باشم، با حرکت بدون مصرف رشته رفتم، بهش میگم اپسیلون مووز از این به بعد. خب با یک سری یک دنباله من وقتی فلشم و حالت کج و کل میکشم، یعنی یه حرکت لزومن نیست، یعنی ممکنه دنباله ای از حرکت ها باشه، با یک سری حرکت اپسیلون رسیدم به پ. خب حالا خود پ هم با یک سری حرکت اپسیلون این رسیده به آر مثلا، آر این هم اپسیلون مووز. نه اینجا من به اون شکل تعریفش نکردم، یه با یه حرکت نمیرسه. آفرین آفرین، تو دلت باشه دست در نکنه، مرسی. شما اسمتون چی بود؟
گفتش؟ آی کرنچی. من بودم. میخوام فهمیدم مثلا بدونم کدوم که بچه‌ها بشناسمتون کم کم. چون دفعه قبلم یادم خوب اوکی دنبال می‌کرد. ایول. خب دقیقاً با یه حرکت میره به با یه حرکت اپسیلون میره به آر. آره. یعنی ما با یک سری حرکت لاندا رفتیم به با یک سری حرکت اپسیلون رفتیم به پ و اونجا یک یال اپسیلون داریم که ما رو میرسونه به آر، از پ ما رو میرسونه به آر. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ میتونیم از این نتیجه بگیریم که از کیو به آر میتونیم دنبالمون رو بزرگتر بکنیم و برسیم به آر. برای همین آر هم میشه عضو اپسیلون کلوجر کیو. هرگز به اینا به چشم نوتیشن نگاه نکنید، همونجوری که حالا آیه کرجی هم خیلی خوب حواسش هست و اینا، به صورت مفهومی بهش نگاه بکنید که به مشکلی موقع بر نخورید. این از این که یک دوره خیلی کوچیکی بود از اپسیلون کلوجر. آها یه چیز دیگه هم باید بگم، من دلتا هات رو برای NFA گفتم، برای اپسیلون NFA هم دلتا هات قابل تعریفه. یعنی اپسیلون NFA یعنی اونایی که حرکت با اپسیلون هم دارن. به چه شکل؟ این شکلیه که دلتا هات من میشه کیو اپسیلون مساوی میشه با این دفعه اپسیلون کلوجر اپسیلون کلوز کیو و Q و WA. اینجا شاید به چشمی خود سخت بیاد نظر نوتیشنی، ولی کاملا اوکیه. من فقط اومدم تأثیر اپسیلون رو روی اون دلتا حد قبلیه اعمال کردم. این شکلی می نویسیم که اجتماع S عضو دلتا حد QW. خب یعنی چی؟ یعنی که من Q رو از استیت Q با خوندن به W، ببخشید از استیت کیو با خوندن W به یک سری یک مجموعی از حالت ها رفتم. خب و حالا یک کدوم از این عضو یک عضو از این حالت ها رو که مد نظر میگیرم میشه S عضو فلان. حالا این حالتی که من در نظر میگیرم میام تأثیر اپسیلون رو توی اون اعمال میکنم. این تأثیر اپسیلون میشه اپسیلون کلوجر اپسیلون کلوجر دلتا اس و آ. آره من با خوندن هر حرف آ، خب با خوندن هر حرف آ به یک مجموعه ای از چیزا میرفتم، به یک مجموعه ای از حالت ها میرفتم. خب این مجموعه از حالت ها که من میرم بهشون، خودشون ممکنه با اپسیلون به یک سری جاها برن. به صورت شهودی بذارید اینو بکشم، این موقعی نترسید ازش. ببینید اینجا من حالت Q بودم، خب W رو خوندم، W رو خوندم، بعد رسیدم به یک به یه حالتی. خب رسیدم به یک مجموعه از حالت ها در واقع که این حالا اسمشو من میذارم S. حالا یک اگه دقت کنید ما با W میتونیم به حالتهای متفاوتی بریم. خب این S. حالا من داخل S هم، خب یعنی با خوندن W رسیدم به S. اینا با W میخوام بهتون بگم که به یک چیز نمیریم، X و Y. حالا من داخل S هم، من اینجا میتونم با اپسیلون به یک سری جاها برم. با اپسیلون میتونم به جاهای متفاوتی برم. این مثلا اپسیلون مووز، اپسیلون مووز، اپسیلون مووز. من میتونم مثلا چه میدونم برم به A1 A2 A3. من میام همه اینها رو جمع میکنم با خود S. این میشه E کلوز دلتا S و A. یه خورده بهش فکر بکنید، خیلی اتفاق خارق‌العاده اینجا نمیافت. اوکیه؟ سوال ندارید از این قسمت؟ این مشکل نداره یکم؟ بفرمایید مشکلش.
فکر کنم اون از اس ها حالا میره اون آر هم میخونه بعد اپسیلون موو میزنه، این چیزی که الان نوشتیم. آفرین. آره آر هم داره میخونه دیگه. آره آر اول میخونه بعد اپسیلون که میگیره. دست شما در نه، دستتون واقعا درد نکنه، خوب شد گفتید. دقیقا ما داریم آر رو میخونیم و بعدش میریم دقیقا به اون قسمت هایی که مورد نظرمونه. پس اینجا حالا من دوباره یه سری چیز می نویسم. اینا هم والا با خوندن آ ممکنه، با خوندن آ ممکنه به جای متفاوتی برن، ولی خود این به خصوص این اسه، آها آره، این اسه با خوندن آ میره به اینجا. بذارید ببینم یه کار بهتر میتونم بکنم، الان قشنگش بکنم. الان میکاره اینو من میذارم بمونه. خب اینو من از اس درش میارم، میکنمش مثلا چی بذارم اسمشو، مثلا آ ب، نمیدونم آ، بعد این رو از دابلیو در میارم، دابلیو میره به اس و بعد باهاش میرم به آ دقیقا و بعدش این کار رو میکنم. درست شد؟ درسته آیه کرجی؟ من فامیلیتون رو دو قسمتی کرجی صدا کنم راحت تر؟ آیه بانی همون کرجی هم اوکیه. آیه اسم کوچیکم میتونم الان فرض هم اوکیه. خب این چطوره اوکیه؟ این آره الان منطقی تر. آره من خود حواس پرتم از نظر شخصیتی. خب اگه اینجور مقایسه این اتفاق افتاد خیلی نه پیش میاد. دستتون درد نکنه. آره خلاصه این که ما اومدیم با خوندن W رسیدیم به S، بعد A رو خوندیم تو S. خب آ رو که خونیم تو اس، اینم به یک مجموعه از دقیقاً به یک برای اینکه خوشگل تر بشه اینجوری بذار بگم مثلا، آره به یک مجموعه از حالت ها رفتیم. آره این حالت یک، حالت دو، لیزرشو بردارم. به یک مجموعه از حالت ها رفتیم، برای یک کدوم از اون حالت ها خب میایم چیز میکنیم دیگه. بذار بایسا آره یه خورده بهترش بکنم حتی اینو. این خود این آه این خودش مثلا بره به A4 مثلا A5 اینجا مثلا باشه A6 اینم ایزن بذارم از نظر شماتیک. خیلی خوب شد دیگه فکر کنم. آره این خوبه آیه فرزان. آره دیگه این هم اینه تعریف دیگه. آره من با خوندن W رسیدم به S، حالا A رو که میخونم به جایی متفاوتی دارم میرم. آ رو که خوندم به جای متفاوتی رفتم، از اون جاهای متفاوت میتونم با حرکت اپسیلون باز دوباره جای متفاوتی برم. که این آره که این مجموعه کلی این میاد قرار میگیره داخل دلتا هت کیو دبلیو آ. آره دقیقاً چون خود حالت هم جز اپسیلون کلوجر هستن من شون هم میذارم. آره. آره از نظر تعریفی اوکی دیگه. خب اگه ایرادی داشت بازم بگید. خب این از این، این از اپسیلون کلوجر، این از دلتا هات زمانی که اپسیلون کلوجر روش اعمال میشه. من فقط برای اینکه مطمئن بشم یه نگاه کلی دیگه بندازم. با دابلیو رو خوندیم رفتیم به اس، حالا به اس رسیدیم که عضو دابلیو هات کیو دابلیو و اینجا آ رو که میخونیم باش میریم به یک سری مجموعه از چیزها که اینو میایم اپسیلون رو روش اعمال میکنیم. دقیقا
این از این. این از شهود این که دلتا هت داره چجوری اینجا کار میکنه و اپسیلون کلوژر هم خود بیشتر باش آشنا بشید. خب اینو من فقط توی چیز بنویسم، این اشتباهی که پیش میاد، این یک مجموعه است. وقتی ما آ رو میخونیم به چند تا میم آ یک دو سه مثلا آره یک دو آره. این هست. خب دیگه این از این. حالا که اینو گفتیم اپسیلون کلوژر، اینو که اپسیلون کلوژر کار کردیم فکر کنم، مثالشو دیدیم یا ندیدیم؟ مثال از اپسیلون کلوژر دیدیم؟ مثلا من چیزی نوشتم اپسیلون کلوژر؟ نه. خب اشکال نداره. اپسیلون کلوژر مثال، اپسیلون کلوژر کیو 3 در ان 1. اپسیلون کلوژر کیو 3 در ان 1 چی میشه به من بگید، من خیالم راحت شه. بگید آره آره دقیقا کیو 3 و کیو 4 مساویه با کیو 3 و کیو 4 و اپسیلون کلوژر اپسیلون کلوژر کیو ایکس. خب که کیو ایکس اینجوریه، کیو ایکس با اپسیلون میره به کیو ایگرگ و این با اپسیلون میره به کیو زد. اینو من بگید مجموعه شو. آر کیو ایکس کیو ایگرگ و کیو زد به صورت شهودی تی عضو اپسیلون کلوژر پیه. اگر ما از پی با دنباله ای از حرکات اپسیلون بتونیم برسیم به تی. این از شهود این که اپسیلون کلوژر چجوریه. خب حالا تبدیل NFA به DFA خود کار کنیم، تبدیل اپسیلون NFA به DFA که خود توش چیز میزه بهتری هم داشته باشه. تبدیل اپسیلون NFA به NFA به DFA. خب ما میخواییم در واقع یه تبدیل یک مثال ببینیم، بعد ببینیم چجوری تبدیل و اینها. کاری که میخواییم بکنیم اینه که بیایم چیز رو روش اعمال کنیم دیگه، یعنی اپسیلون کلوژر رو باید اعمال بکنیم روی دلتا. پس با اون تعاریفی که قبلا کرده بودیم، برای اینکه ما قبلا دیدیم که چجوری NFA رو تبدیل میکنیم به DFA دیگه، یعنی یک چیز فرمال کلی اینجا من نوشتم چجوریه. NFA اشکو فکر کنم گفتم، مطمئنم گفتم. آره دیگه اینجا من گفتم برای هر NFA یک DFA معادل داریم که با روش سابست کانستراکشن میتونیم چیز کنیم، اونو به دست بیاریم که این شکلیه که برای هر مجموعه‌ای که ما میگیریم در زیر مجموعه ای از مجموعه های NFA، ما میایم میبینیم که هر کدوم از این اعضا به چه مجموعه میرن و بعد میایم اینا رو با هم اجتماع میکنیم. حالا در مورد اپسیلون NFA ما باید تاثیر اپسیلون رو هم خونسا بکنیم. پس مثل قبله فقط دلتا پریم، این دلتا هات نیست، دلتا پریمی که میخوایم بسازیم این شکلیه که QA این مساوی میشه با اجتماع
همه میخوام تاثیر اپسیلون کلوزر رو خنثی بکنم، تی عضو ای کلوز باشه، ای کلوز کیو باشه، آره، یعنی خود کیو رو دارم اپسیلون کلوزرش میگیرم از کیو با بدون مصرف هیچ قسمت از رشته به کجا میشه رفت، و اجتماعش یه لحظه من فکر کنم خودش بعد دوباره ای کلوز بگیرم روی اینجوری میشه دیگه، یعنی من کیو هستم خب، حالا با اپسیلون به یه سری جاها رفتم، یک کدوم از اونا شده تی، تی عضو اپسیلون کی. حالا من روی این میخوام چیزو ببینم آ داره چجوری کار میکنه، یعنی این با آ به کجا میره، حتی خود اینم هست دیگه، با آ داره به کجا میره، با آ به یه سری جا رفت، مثلا رفتش به کیو ایکس یا رفت مثلا به کیو ایگرگ، خود اینا باید ببینم با اپسیلون به کجا میره. این چطور آیه فرزان به نظر شما؟ خوبه؟ بیایم بگیم که ای کلوز دلتا تی و ای چطوره؟ این هره الان برای هر تی عضو ای کلوز کیو، آره این هم به نظر منطقی. آره دیگه، اپسیلون کلوجر دو بار بعد اعمال بشه، یه بار خود اون استیت که الان هستیم روش، خب یه بار وقتی که اون استیت رو خوندیم، خب اون استیت رو اون استیت به اون استیت اون استیت رو مثلا چیز کردیم، اپسیلون کلوجرش گرفتیم، یک کدوم از اونا رو گرفتیم و بعد یه حرف رو خوندیم، آ رو خوندیم، خب این آ رو که میخونیم به یک سری از مجموعه ها میریم، در به یک مجموعه ای از استیت ها میریم، روی اینها اپسیلون کلوجر رو باید اعمال بکنیم. فقط این اپسیلون کلوجر که من اینجا نوشتم اگه دقت بکنید این یک مجموعه است، خب یعنی در واقع من تعمیم اپسیلون کلوجر نوشتم. بذارید بهتون بگم اینو دارم چی کار میکنم. یه خود تعمیم اپسیلون کلوجر رو من نگفتم برای اس. آره بذار تعمیمش رو بگم اینجا بنویسم. اپسیلون کلوجر ما میتونیم روی مجموعه هم اعمال کنیم. خب آره، اگر اینجوری بگیم، اگر S زیر مجموعه Q، خب اون موقع نیستم فقط برای اینکه بعدا میخونید خود قاطی نکنید، نیستم تعمیمشه. اگر S زیر مجموعه از Q باشه اون موقع میگیم E کلوزه اون مجموعه S مساویه با اجتماع همه اون حالتهایی که هر Q که تو S، خب بیایم E کلوزشو بگیریم، E کلوزه اون حالته رو بگیریم، این میشه روی مجموعه، مجموعه حالات، حالت ها. آره در واقع من چیزی که اینجا نوشتم اینه که ما میتونیم از اپسیلون کلوجر روی مجموعه ای از حالت ها چیز کنیم، استفاده بکنیم، یعنی بیایم بگیم یه مجموعه از حالت ها داریم، اپسیلون کلوجر این مجموعه حالت ها که اسمش اس، این میشه اجتماع اپسیلون کلوجر تک تک اعضاش. اوکیه؟ اوکیه آیه فرزان؟ آره اوکیه. خب الان که من اینو دارم، این باید بدونم که این مجموعه است، خب این مجموعه است، یعنی من به ازای آ ممکنه مثلا به جایی متفاوتی رفته باشم،
اینو باید در نظر داشته باشید. و ما به طور کلی اون قسمتی که گرفتیم توی اجتماع، توی اجتماعمون کل اینه دیگه، کل این قسمته، این قسمت الان، این قسمتی که من گفتم تیه، این برای این تیه است. آره این تیه، این تیه من آ رو میخونم اونجا فقط. آها یک چیزی هست، این تیه عضو، آره دیگه این تیه خودش عضو، اوکی این تیه که عضو اپسیلون کلوژره، من این آ رو دارم میخونم به یه سری از مجموعه، به یک سری از حالت ها دارم میرم که هر کم از اون حالت ها اپسیلونی که بخونم به یه سری جاها میرم، یعنی با نه که اپسیلون رو بخونم، با مجموعه از حرکات اپسیلون به یک سری چیزای دیگه میرسم، مثلا یک و دو و سه و اینا، اینا همه اینا اجتماع میشه، میشه این، این از این. حالا من دیگه میتونم تبدیل رو انجام بدم، تبدیل هشت، تبدیل اپسیلون اف ای به تبدیل دی اف ای رو میتونم انجام بدم. اینجا چیز دارم که تعریف کردم، تبدیلش رو، آره دلتاش هم که گفتم. خب آره، آها یه کار دیگه هم باید بکنم تو همین قسمت بگم که این اف پریم من چی میشه وقتی دارم تبدیل رو تو اپسیلون، از تبدیل اپسیلون اف ای به دی اف ای که انجام میدم، مجموع حالت‌های نهایی میخوام ببینم چی میشه. مجموع حالت‌های نهایی من میشه تمام زیر مجموعه از کیو که اپسیلون کلوجره اون مجموعه با اف اشتراکش مخالف توهیه، یعنی یک حالت فاینال توی زیر مجموعه من وجود داشته باشه، وجود یک حالت نهایی در زیر مجموعه S منجر به نهایی شدن S می شود. خب مثال اینجوریه که، مثال یه حالت Q داریم، حالت آغازینه، یه R داریم، یه حالت نهایی S داریم، با صفر میتونم برم به S، با یک میرم به R، با صفر برمیگردم به Q، با اپسیلون میرم به S، با اپسیلون برمیگردم به R، و با یک هم برمیگردم به Q. اینو من بخوام تبدیلش بکنم به چیز، تبدیلش بخوام بکنم به DFA، خیلی خیلی ساده است دیگه. من اینجا میام میبینم که Q به ازای R، به ازای یک مثلا داره به کجاها میره. خیلی خیلی چیز اوکیه اینجا، Q خب به ازای یک به کجا میره؟ به یه جا بیشتر نمیره دیگه. آره دیگه، Q و دلتا Q و یک مساوی شده با R، درسته؟ دلتا، پس اینجا من یه دونه برای Q یه دونه حالت شروع میذارم، حالت شروع بر در DFA همه. خب این DFA من یک رو میخونم باهاش میرم به R، پس اینجا یه دونه یک دارم که میره به R. حالا R رو روش اپسیلون کلوژر میگیرم، آره ای کلوز آر. این مثلا بنویسم، این میشه آر، بعد اپسیلون کلوژر آر مساویه با آر و اس. پس اینجا من میرم به آر اس، آر و اس هم، اس هم عضو فاینال هم، پس این نهایی میشه. خب
اگه دقت کنید من کیو و صفرم میره به اس که ای کلوز اس دقیقاً اینجا من می‌نویسم اس هم عضو فاینال مساوی با دوباره آر و اس. پس اینجا با صفرم میرم به هم دیگه. الان با صفر و یک از کیو رفتم به آر اس. حالا باید ببینم توی آر اس چه اتفاقایی میتونه برام بیفته. خب همه حالت ها رو نیازیست بررسی کنم، یعنی تمام زیر مجموعه رو نیازیست بررسی کنم ببینم تو آر اس چه اتفاقی میفته. آر و یک خب مساویه با دلتا آر و یک مساویه با مجموعه توهیه، درسته؟ از آر یک ندارم و اینو اجتماعش میگیرم. حالا اجتماعش رو بگم اینجا، اجتماعش با اس و یک چی؟ اس یک رو بینه به کیو میره، مساوی میشه، این میشه خودش کیو که جمع، یعنی این میشه کیو، این هم میشه این، که اجتماع اینها مساوی میشه با کیو. پس با یک برمیگردم به کیو. چرا؟ چون که توی حالت آر که باشم یک رو بخونم میرم به هیچی توهی، و اگر تو اس باشم یک رو بخونم میرم به کیو، اجتماع اینها میشه حالت کیو. خب حالا دیگه چی مونده؟ صفر مونده دیگه. آرو صفرم مساویه با کیو، اجتماعش با دلتا آرو یک مساویه با توهی که کل این اجتماعش میشه دوباره کیو. پس این دی اف ای معادلش این شکلی شد. این از این که مالا خیلی ساده بود. این خود کلوم درد گرفت. تا اینجا سوالی دارین بچه ها؟ تو این تبدیل اوکیه، تبدیل راحت بودید باش. من میخوام یه مثال دیگه از تبدیل بزنم و بعد یه خود پیچ سختی سوالا رو میخوام زیاد کنم. اگه سوالی دارید از این تبدیل یه دونه مثال دیگه میخوام بزنم و بعد اوکی سوالی پس نیست، همه چی اوکی. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی بذارید NFA باشه، اون اپسیلون NFA بود داره. این مثال اپسیلون NFA به DFA. مثال NFA به DFA. یه حالت کیو دارم، این حالت نهاییه، همچنین حالت آغازین هم هست. با آ برمیگرده به خودش، با آ و ب میره به آر، و با ب برمیگرده به کیو. من میام ببینم برای کیو چه اتفاقی داره میفته اینجا، میخوام ببینم چه اتفاقی براش میفته. به همین علت ببینم برای آ چه انتخابی داره. وقتی آ بخونه میتونه حالت کیو بمونه، خب، یا اینکه آ رو بخونه و بره آر. پس با خوندن آ میره به مجموعه کیو آر. این برای آ. کیو با خوندن ب چه اتفاقی براش میافته؟ دیگه دوتا انتخاب ندارم، جوی سفید می‌نویسم. با ب، ب رو که بخونه میره به آر. پس حالت آغازین من تو دی اف ای، اینجا پایین دی اف ای می‌نویسم، میشه همون کیو. خب کیو همچنین عضو فایناله، پس فاینال باقی میمونه و
با خوندن آ، با خوندن آ میره به مجموعه کیو آر، مجموعه کیو آر باز هم فایناله چون کیوز فایناله. و حالا ببینیم الان چه چیزایی داریم. آر هم داریم دیگه، آر کیو، اگه آر تو کیو هستیم، اگه ب ببینیم، آره اینجا میایم به آر و آرمون هم نهایی نیست. آره آو ب رو حالا کشیدیم، حالا الان کیو آر و آر رو باید بررسی کنیم. کیو آر، کیو آر وقتی تو حالت کیو و آر هستیم، آر رو بخونیم چه اتفاقی میفته؟ وقتی کیو هستیم آر رو بخونیم میره به بزرگترین مجموعه ممکنه، بزرگترین مجموعه ممکنه میشه کیو و آر. خب پس اینجا هم اگه آر رو بخونیم دوباره برمیگرده به همون بزرگترین مجموعه ممکنه دیگه. پس این دیگه کاری به آر ندارم، چون که بزرگترین مجموعه کیو و آره و من تو کیو اگه باشم آر رو بخونم میرم به کیو آر. پس این با این ب رو بخونم چه اتفاقی میفته؟ ب رو بخونم تو کیو اگه باشم ب رو بخونم میرم به توهی، تو آر باشم ب رو بخونم برمیگردم به کیو. قبوله؟ یا نه؟ تو کیو باشیم ب رو بخونیم میریم به آر. آره آره میریم به آر، درست میگید. تو کیو باشیم بس میشه باز همون آر و کیو. دقیقا دقیقا. این مثلا این ب چی میشه؟ میشه اجتماع کیو و ب، اجتماعش با دلتا آر و ب. آره که این دقیقا همونطوری که آیه فرزام گفتن میشه کیو و آر. برای آ هم اینطوریه که چون کیو و آ مساویه با کیو آر، کیو و آر دیگه جلوتر امکان نداره از این بزرگتر بشه دیگه، پس دیگه اجتماع نیاز نداره. این از این. آره خب حالا آر چی؟ آر اگه آر رو بخونیم چه اتفاقی براش میفته؟ میره به دیت کانفیگوریشن. آر با آ میشه توهی. پس واسه توهی من یه دونه حالت جدید باید بگیرم، اسمشو میذارم دید، که با آ میرم به اون. با ب چی؟ با ب میرم به حالت کیو. با ب میرم به حالت کیو. حالا دید چطوره؟ دید همیشه تو دید میمونه، چون که هرچی من بخونم نمیتونم استیتی اضافه کنم بهش. پس آ و بی این داخل دید میمونه، تو دید کانفیگوریشن میمونه. از این اگه سوالی هست بفرمایید بچه، اگه اوکی هم هست بگید که بریم سراغ سوالای یک لول مفهومی تر و سخت تر. خب در واقع تا اینجا که تمرین های اوکی و سادهی تقریبا بود، برای اینکه دستمون گرم بشه با این مدل داریم کار میکنیم. از اینجا به بعد یه سری سوال هست که من اینا رو دوست دارم، در واقع خودم این سوالا رو خیلی دوست دارم، مخصوصا یکی از سوالا که جلوتر می‌بینیم اونو خیلی دوست دارم. یه دونه سوال ساده واسه اینکه حالا می‌خوایم واردمون بشیم، یه سوال مفهومی ساده بپرسم از شما و بعد اون سوال خوبه رو بیارم و حل کنم. خوبه یه نیم ساعت هم فرصت هست برای اون سوال. سوال: اگر n یک NFA باشد، اگر n یک NFA باشد و n پریم از تعویض حالت‌های پایانی و غیر پایانی به دست آمده باشد، آیا ln مساویه با ln مکملش؟ این یه سوالیه که ساده میتونید جواب بدید. بگید بچه ها، بگید که بعد از این بریم سراغ اون سوال. کلاس
ببین من دارم سعی میکنم کلاس رو ضبط بکنم، خب که یه موقعی اگه کاری چیزی داشتید برید، ولی من نمیتونم هم بخوام چیزای خیلی ساده رو بگم همون اولش و همین که خیلی زود کلاس رو تموم کنم. از این نظر با توجه به این سوالای مثلا یه خود مشکلی که وجود داره و میخوام حتما اینا رو بگم، حس میکنم که کلاس ساعت 9 و 20 دقیقه 9 و ربع تموم بشه. سوالو دقیق تر میگم، چشم. ولی خب من حالا سعی میکنم، یه برنامه هست، من نمیدونم بعضی موقع درست کار میکنم بعضی موقع درست کار نمیکنم. من دارم سعی میکنم کلاس ضبط بکنم که شما اون قسمت رو هم داشته باشید. حالا اگر دوستان دیگه هم محض احتیاط ضبط بکنن که خیلی خوبه، ولی خب یه خود طول میکشه دیگه، کلاس تا احتمالا 9 و 20 دقیقه هست. این سوال چی میگه؟ سوال میگه که فرض کنیم که یه NFA داریم. خب این NFA، این N، بعد میایم از رو این یه NFA دیگه میسازیم، میایم همه حالتهای عادی اینو پایانی میکنیم، حالت پایانیاشو میایم عادی میکنیم. حالا این N، این N پریمه. حالا آیا میتونیم بگیم زبانی که LN میپذیرفته، علامت سوال LN رو اگه مکملش رو بگیریم، آها این چرا اینجوری شد، من حق دارید اشتباه کنید، آیا LN پریم مساوی با این LN رو اگه مکملش رو بگیریم آیا این میشه LN پریم یا نه؟ تو دی اف ای که فکر کنم بتونید راحت، یعنی توی مدل دی اف ای فکر کنم بتونید راحت بگید دیگه. تو دی اف ای اگه ما بیایم حالت های پایانی رو بکنیم، غیر پایانی، غیر پایانی رو بکنیم، پایانی چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته یا نه تو دی اف ای؟ میفته. آفه تو ان اف ای چطور؟ الان من دارم همون سوال میپرسم برای ان اف ای. میکروفون رو باز کنید، صحبت کنید، نظرتون چیه؟ نه لزوم من فکر همیشه بشه. آفرین. چرا؟ چون که مثلا فرض کنید یه استیت غیر فاینالی هستیم، خب بعد تازه مثلا یه دونه چیز، یه حرف بخونه و هم بره به یه استیت فاینال هم به یه استیت غیر فاینال. آره الان این رشته خب هم جزء زبان چیزه N، هم جزء زبان N پریمه. بذار بنویسم ببینم مثال نقد، ولی جزء مکمل. بذار الان من یه استیت دارم اینجوریه، یه استیت هم اصلا دارم فرض کنید سه تا استیت داشته باشیم، بذار مثال دقیق بزنم. بگو یه کیو، سه تا استیت، خب یه دونه مثلا کیو ایکس، یه کیو ایگرگ، یه کیو زد. خب که مثلا کیو زد فاینال. خب بعد از کیو ایکس اگه ایو بخونیم هم بره به کیو ایگرگ هم بره به کیو زد. خب الان این ای عضو چیز دیگه، ال همین ان هست، ال ام یک میشه ای، اصلا کلا چیزی آره. نوشتی میشه ای، اپسیلون هم آره میشه. خب الان من بیام اینا رو عوض بکنم ببینم ایو میپذیره یا نه. ایو نمیپذیره بازم اون برام، یعنی مکملش هستی واقعا نیست؟ نه دیگه اون چرا نمیپذیره الان کیو ایگرگ مگه فاینال نمیشه؟ کیو ایگرگ فاینال میشه. آها آفه کیو ایگرگ فاینال میشه دیگه، از ایو میپذیره اونا. آره بذار بنویسم این ای کیو ایگرگ. خوبه ای کیو Z. L این M2، L M2 مساوی با A و اپسیلون. دقیقا خوبه.
همینه دیگه، مثال نقضه. مطمئنش هم آره دیگه، این ایو میپذیره، این هم ایو میپذیره. آره مثال نقض، مثال نقض. خب این از این که دستگرمی بود. حالا بریم سراغ اون سوالی که من خیلی خوشم میاد ازش، یعنی خیلی کمک هم میکنه به شما برای اینکه مفهوم NFA رو خوب بفهمید. سوال رو من اینجا میارم. جنس سوال شبیه اون اول جلسه که من گفتم کانکاتینیشن اینا، ولی یه خورده نیاز به فکر داره. سوال رو خوب میتونید بخونید الان، از نظر بزرگی و اینا اوکیه. بچه آخ خوبه، سوال رو یک دو سه دقیقه بخونید، من دو سه دقیقه دیگه شروع کنم به حل کردن. فکر کنید راجبش، فکر کنید راجبش، ببینید ایده به ذهنتون میرسه یا نه. خب دوستان چیزی به ذهنتون رسید راجع به این سوال؟ بگید ایدهاتونو بگید. احتمالا آقای فرزان میتونید، نمیتونید دیگر دوستان بفهم ایده دارم ولی بگید ایده جوب گنده هم داره. چیه؟ چی داره؟ من بگم جوب داره. بگید بگید. بگم که الان مثلا از هر استیتی اگه میره استیت بعدی خوب. با یه حرفی خب بیام اینم بگیم که با اپسیلون هم بره، ولی خب این یه مشکلی که پیدا میکنه، الان هر چند تا حرف هم حذف شه آفر چیز میشه دیگه، اکسپت میشه. دقیقا اینشو ولی باید درست کنیم. یه راهنمایی بهت بکنم، یه راهنمایی بهت بکنم. یه کپی از دو تا کپی از ماشین داشته باش، یه کپی بالا نگهداری، یه کپی پایین، یکی واسه حالت عادیش، یکم واسه این که حالا اگه با اپسیلون رفته باشه. یه کاری باید بکنیم، فقط یه بار از اپسیلون استفاده کنه برای پرش از یه دونه حالت. میفهمی چی میگم؟ آره این خیلی سوال جالبی بود، حداقل اون زمان که من اینو میدیدم برام جالب بود، حالا نمیدونم برای شما جالب باشه. خب پس من حلش کنم آقای فرضم اوکیه؟ خب. آره حل کنیم، من الان نکام بتونم کامل حلش کنم. نه خوب بود همین، فقط اگه اینو این ایده رو که دو تا کپی از ماشین داشته باشیم اگه تو ذهنتون میرسید احتمالا حلش میکردید مطمئنم. خب بذارید دقیق بنویسم چون این سوال مهمیه، و بعد حالا اسکیچش هم
می‌نویسم چه شکلی اینا. از آنجا که ال منظمه، پس برای آن DFA با نام M وجود دارد. حال برای DL یک اپسیلون NFA با نام N طراحی میکنیم. فقط خب این NFA رو میخواییم طراحی کنیم. NFA با نام N طراحی میکنیم که آره که LN مساوی باشه با DL. این از این که خب درست نوشته باشه. حالا من که میخوام این اپسیلون NFA رو طراحی بکنم، باید بگم حالتهاش چیه، حالتهای پایانیش چیه، حالت شروعش چیه، دلتاش چجوریه، چجوری ساخته میشه از روی ماشینی که الان در دسترس همه. چون که ال منظمه، من گفتم یه دونه دی اف ای داره اسمش ام، من الان به این ام دسترسی دارم. حالا من میخوام ان رو از روی ام بسازم. چجوری بعد اینو بسازم، چجوری حالتهای آغازین و پایانی و اینا رو تعریف بکنم. ببینید ایده کلی ایده کلی کار چیه. اینه که من دو تا کپی از دی اف ای هم توی NFA جدیدم داشته باشم. اینو اسمشو میذارم کپی صفر از M. اینو اسمشو میذارم کپی یک از M. که این کپیه خب مثلا یه سری حالت آغازین داره و یه سری حالت پایانی داره، حتی این هم همینطور سری حالت عادی هم داره. خب حالا من اولین کاری که میکنم اینه که اینا رو از حالت پایانی در میارم. حالت پایانی های اینا، حالت پایانی های این بشه حالت عادی. دوم این که حالت آغازین جدید من بشه حالت آغازین کپی جدیدی که دارم و این دیگه حالت آغازین نیست. سومین کاری که میکنم چیه؟ این سومین کار مهمه اینه که برای هر استیتی اسمشو مثلا بذارم کیو. یه استیت کیو پریم اگه وجود داشت که این با خوندن یه حرف آ میرفت به این کیو پریمه، کاری که من میکنم چیه؟ اینه که اونورم یه کپی ازش دارم دیگه. اینجا یه کیو پریم دارم، کیو پریم، یه کیو هم دارم واقعا و اینم واقعا میاد اینجا. قبوله؟ حالا من میخوام پرش یک بارم رو چیز کنم، شبیه سازی بکنم. یعنی من میخوام این انتخابو بدم به ماشین ناندترمینستیکم که هر جای دلش خواست از روی هر آی بپره، یعنی بدونه که آرو بخونه بپره. پس از کیو میام یه دونه یال اپسیلون میبرم به کیو پریم و من فقط میتونم یک بار از این یال استفاده بکنم. یعنی توی این ماشینه میچرخم واسه خودم، یه جا میخوام اون حرفی که مورد نظرم حذف بکنم. خب اون حرفو که من میخوام حذف بکنم، یک بار از این اپسیلون ترانزیشن استفاده میکنم، میام به حالت بعدی بدون اینکه آرو بخونم. اومدم اینجا، از اونجا به بعدش این همون داره کار میکنه و دقیقا یک بار بعد این کارو بکنم. اگه نکنم چی میشه؟ تو حالتایی که اینجا بر من باقی میمونه هیچ کدوم حالت پایانی نیست، یعنی حالت پایانی نیست، بالایش هم نیست، هیچ وقت نمیپذیره رشته رو.
پس دقیقاً باید یک بار من از اپسیلون ترانزیشن استفاده بکنم تا رشته من بتونه پذیرفته بشه. این ایده اثباته. من میخوام اینو یه خود دقیق‌تر بنویسم که چون سوال مهم، سوال خوبیه واقعا، سوال قشنگیه. از ایده اثبات که تا الان گفتم سوالی دارید بپرسید. اینو من ببندم، چرا چطو بستم چیده ما پیام ها اینو برم. خب سوالی ندارید، ایده از ایده اصلی کار سوال نداشت. من میتونم با اپسیلون NFA این کار بکنم دیگه، پس بهتون نشون دادم که میشه. فقط شنگیری شد، درست شد. شما هم که سفر دارید یه لحظه برای من هنگ کرده و صفم. حالا حالت ها و اینا رو بعد معرفی کنم. حالت ها رو معرفی میکنم، حالت و حالت آغازین و اینا رو. حالت من، حالت ماشین جدید من، اسم کل اینم میذارم N دیگه. QN برای اینکه من بگم دو تا یک کپی از استیت های ماشین M، یه وره یک کپی دیگه، یه وره دیگه کپی 0 و 1 دیگه. خب اینو من میتونم ضرب دکارتی بکنم در 0 و 1. این میشه حالت ها. حالت آغازینم initial state برای ماشین N این مساوی میشه با Q0 و Q Q0 0 دو تا Q0 دارم دیگه، این میشه Q0 و 0 اگه ضرب در 0 رو یکش بکنم. میفهمید اینو؟ این میشه حالت آغازین من. و حالت‌های پایانی من میخوام فقط اینجا باشه، یعنی fn میخوام فقط اینجا باشه. fn من میشه f ضرب در 1، یعنی فقط اونایی که آخرشون 1ن تو این پایانی‌ها اینجا. خب پایانی‌ها تو قسمت تو کپی 1ن دیگه. چی دیگه؟ اینکه این پرشه رو من باید بگم چه جوریه دیگه، بعد یه جوری به صورت فرمال بگم چه اتفاقی داره براش میافته. میگم برای for every alpha عضو الفبا، خب به ازای هر عضو دلتای من. ببینید، نمیدونم احتمالا بدونید یا نه، من می نویسم دلتا کیو آلفا مساویه مثلا با کیو پریم، این تابه است، ولی خود تابه یه رابطه است. خب این یه عضو رو من دارم نشون میدم توی این رابطه، که این در واقع یعنی چی؟ یعنی که یه عضو دوتاییه، از کیو آلفا رفته به کیو پریم، از کیو آلفا رفته به کیو پریم. این عضو دلتای منه. این یه نوع نمایش در واقع ریاضیه دیگه. با این اوکیید؟ اینو خوب گفتم؟ یعنی به نظرم چیز اوکی بود. آیه کرجی رفتین خانم دخانی، این اوکیه؟ اینو متوجه میشید من چی نوشتم؟ هستید خانم دخانی؟ خانم فرهانی، آیه عطایی، کسی هستش؟ یه چیزی اینجا نوشتید من نخواهم. بله بله من هستم. اوکیه نحوه توضیح دادنم. منظورم اینه که ما این تابعی که داریم، ما میگیم به ازای مقدار کیو آلفا میشه کیو پریم. این یعنی اینکه کیو آلفا و کیو آلفا به عنوان یه عضو و کیو پریم عضو دلتا هن. این اوکیه؟ به عنوان یه رابطه بهش نگاه کنیم. بله بله، زوج مرتب دیگه. دقیقا. خب اوکی، حالا ما شرطی که میذاریم چیه؟ میگیم به ازای هر Q و آلفا و Q پریم که این عضو دلتای من بود، چه اتفاقی میفته؟ میگیم دلتا پریم کیو نسخه صفرش، یعنی کپی که داریم تو دلتا پریم دیگه، و آلفا دیگه، آلفا نیستش دیگه، ما میخوایم از روی آلفایی میخوایم بپریم، و
و اپسیلون. خب اینو خب شما خانم دخانی بگید من این پرش رو چی بنویسم اینجا مساوی با چیه؟ بگید به با توجه به توضیحاتی که دادم بگید. من میخوام از روی این آیه ادامش رو بنویسیم دیگه. آره. میخوام از روی این آیه بپرم. این آیه اینجا شده آلفا. خب الان تو نسخه صفرم، خب تو نسخه صفرم اگه آ رو ببینم میام به کیو پریم. حالا میخوام توی اینجا یه قابلیت پرش داشته باشم، میگم تو نسخه صفر اگه اپسیلون رو دیدی بیا به کجا و بره تو نسخه چندم، نسخه یک بعد بره دیگه. این اپسیلونه اومده نسخه سرزن. منظورتون همین کپی است؟ آره، آره کپی بعد بره به کپی یک. خب اینو چجوری بنویسم اینجا بهم بگید؟ کیو پریم میرفته دیگه. خب کیو پریم و نسخه بنویسیم کیو پریمی که داخل یک. آره چون یک است. آره ضرب دکارتی 0 و 1 دقیقاً. خب اینو ما این برای پرش، برای پرش از یک حرف اینو اینجا نوشتیم. یه چیز دیگه هم باید بگم، حالا که خانم دخانی شما روشن بود میکروفونتون بگید من چه چیز دیگه باید بگم تا توصیفم کامل بشه از ماشین جدید. بگید. این سوال، این سختترین سوالی بود که من روز خواستم حل کنم، یه خود سخته اشکال نداره، فقط بگید چه چیزی جا مونده از ابزاری که من نیاز دارم ماشین اینو کامل توصیف کنم. یه چیزی هنوز کامل توصیف نکردم. چی رو توصیف نکردم؟ حالتهای نهاییمون. حالتهای نهایی اینجا من توصیف کردم دیگه، گفتم اف ان من میشه فقط اونایی که تو یکن. یه چیز دیگر توصیف نکردم. بفهم من یک و صفر رو متوجه نشدید؟ ببینید قاطی کردم خودم یک کلم اشکال نداره. ببینید یه مجموعه A و B و C رو اگه شما در نظر بگیرید، این ضرب دکاردیش در 0 و 1 به شما چی میده؟ به شما A0 مثلا میده، زوج مرتب A0 میده و A1. اینطوری شما میتونید بین کپیاتون تمایز قائل بشید و بعد مثلا B0 میده و به یک. بله بله متوجه شدم. آره. صفر الان اولی هست دیگه، نسخه اول کوپی یک. چی؟ صداتون قطع وصل شد. چی گفتید؟ قطع شدید کلا؟ کوپی یک نسخه یک. صداتون خیلی خراب صفر. شده نمیدونم مشکل از اینترنت منه. دوستانی که الان هستن سر کلاس صدای منو خوب دارید؟ صدای من دارید؟ خانم دخانی صدای من رو دارید الان؟ بله بله الان دارم. درست. متوجه شدم من. بله. خب اون چیزی که جا مونده من بهتون راهنمایی میکنم چیه. ما توی این کپیا یه سری حرکت داشتیم، تو هر کدوم از این سری حرکت داشتیم، مثلا از کیو اومدم به کیو پریم، اینجا هم از کیو میام به کیو پریم، قبوله؟ خب اینجا از کیو صفر رو از کیو نسخه صفر میام به کیو پریم نسخه صفر، اینجا از کیو نسخه یک میام به کیو پریم نسخه یک، قبول دارید اینو؟ اینا من بذارم دیگه تو توصیفم، درسته؟ خب فهمیدید دلیلشو؟ یعنی توضیحاتم خوب بود که چرا کامل نیست؟ من حقیقتش یه بگم تخته رو یعنی با لگ میبینم، بعد سریع از روی خودمون نموداره رد شدید. آها. ببینید من تا میام ببینم. باش باش ببینید اینجا، خب ما تو این کپی اولی که داریم، من با لیزر نشون میدم آروم میگم، اینجا تو کپی اولی که داریم این کیو نسخه صفره، با خوندن آ میاد به کیو پریم نسخه صفر. اینو قبول دارید؟ بله بله. اینو من کجای توصیفم گفتم؟ نگفتم. نگفتی. بله. اینو باید بگم. همچنین اینجا چی؟ اینجا کیو نسخه یکم با
خوندن آ داره میاد به کیوپی نسخه یک برای هر عضوی. بله بله اینا رو باید بگم. پس برای اینکه من بتونم مثلا اگه من جای شما بودم خواستم نمره کامل بگیرم از یه تمرینی توصیفم کامل بشه، باید بگم چی؟ باید بگم به ازای هر برای هر آلفا عضو زیگما چیه؟ چه اتفاقی میافته؟ برای هر دوباره کیو و آی آره دیگه برای هر کیو آی و کیو پریم بذارید ببینم یه لحظه چجوری بنویسم. آره دیگه برای آی عضو 0 و 1 من اینو اشتباه گفتم. آره بهتر بود اینجوری بگم برای هر کیو و آلفا و کیو پریم، یعنی کیو تو حالت کیو بودم آلفا رو خوندم رفتم به کیو پریم که این عضو آلفاه عضو دلتاه، چه اتفاقی میفته؟ من دو تا عضو جدید باید اضافه بکنم به دلتا پریمم. یکی این که بگم دلتا پریم کیو صفر و آلفا این مساوی بشه با کیو پریم و اند دلتا پریم کیو یک و آلفا این هم مساوی بشه با کیو پریم که نسخه اینجا صفره که نسخه اینجا یک. اینجوری من میتونم مطمئن باشم که بقیه رفتار ماشین تغییر نکرد. پس کارهایی که ما کردیم تا اینجا، یکی این که NFA با نام N شامل دو کپی از DFA با نام M است که به آن چند یال با برچسب اپسیلون از کپی سفروم به کپی یکم اضافه شد. یک. دو، حالت آغازین در کپی سفروم و حالت‌های پایانی در کپی یکم است. سه، از یک و دو چه چیزی نتیجه میشه؟ نتیجه میشود که هر مسیر منتهی به حالت پایانی که ما حالا بهش میگفتیم accepting path، accepting path شامل دقیقاً یک حرکت اپسیلون است. آره. و چهار، هر حرکت اپسیلون از کپی سفروم به کپی یکم متناظر حذف دقیقاً یک سمبول
از یک رشته بزن اینجور بگم رشته در LM است. چرا که دلیلش هم بگم، چرا که هر حرکت از Q رفتیم به Q پریم با خوندن آلفا یک حرکت با اپسیلون به شکل Q صفر با اپسیلون میره به Q پریم یک دارد. به بیانی اگر Q و آلفا و Q پریم عضو این اگه بودن، برای هر آلفا عضو زیگما، اگه این عضو این بود، آنگاه چی داریم؟ دلتا پریمه کیو نسخه صفرمش و اپسیلون این مساویه با کیو پریم نسخه یکم. آره. در نهایت چی؟ رفتاره دو کپی غیر از موارد بالا دقیقاً مانند M است. به بیانی اگر Q و آلفا و Q پریم این اگه عضو دلتا اون بود، آنگاه برای هر آی عضو صفر و یک داریم کیو و آی این پریمش و آلفا این مساوی با کیو پریم همون نسخه آی. آره. این دیگه کامل براتون نوشتم که خوب اوکی باشین موقع بعدا خواستین بخونید. دیگه این که حالا دیگه حسن ختام این که N 6 N دقیقاً ببینم شارژ کامپیوترم قطع که نشدم. خب نه قطع نشدم. این دقیقا دی ال ام را میپذیرد و چون این یک این اف ای است، یعنی این هم باید تو استدلال باشه، پس دی ال ام عضو زبان‌های منظمه، عضو رگولار. دیگه این که دیگه یه چیزی هم باید بگیم، از آنجا که ال زبان منظم دلخواه بود، یعنی ما نیومدیم از قصد چیزی انتخاب کنیم که اینجوری در بیاد، منظم دلخواه بود، حکم به طور کلی برقرار است. اینم اثباتی که داشتیم برای این سوال. حالا که گذاشتم آخر جلسه، یک سوالی که یه خورده شبیهش رو دارید تو تمرین، اونم میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. من سوال میارم، یعنی
یعنی یه قسمتش که دقیقا خود تمرینه، یه قسمتش چیزه، بذارید ببینم کجا بود، پیسه سوال سه بود، سوال سه سرس. یک کدومش که تحویلیه اون نمیتونم حل کنم، یک کدومش که تحویلی نیستش، یعنی تحویلی نمیاد دقیقا مثلش، اونی که آها بذار اینو، نه اینو حل نکنم، اول بذار یه سوال مهمتر حل کنم، اونم شبیهش بود، صبر کن سوال 6 مثلا حل کن، 6 خب سوال 6 میبینید خانم دخانی سال 6 رو خوب میتونید بخونید؟ من شماره نزدم. این سوال رو میتونید بخونید خوب؟ از نظر بزرگی هم بله بله. خب این سوال چی میگه؟ میگه که نشان دهید برای اینکه توی تمرین تحویلیتون که نیستش، درسته خانم دخانی؟ نگاه کردید تمرین تحویلی جدیدا؟ خیر هنوز نگاه نکردم. این نیست، شاید حالا شبیهش چیزایی باشه، من نگاه کردم این نبود. این چی میگه؟ میگه که ما میتونیم هر NFA، هر اپسیلون NFA رو تبدیل بکنیم به یه NFA عادی. میگه نشان دهید که M، اگر M یک NFA باشد، اون موقع یه NFA معادل با نام N داریم که اینا زبانهاشون یکی هن، دوم این که اپسیلون ترانزیشن نداره، بعدش تعداد حالت ها هم تغییر نمی کنه. اینو باید نشون بدیم. برای اینکه نشون بدیم میایم میسازیم، میگیم که ما میایم این NFA جدید رو میسازیم. به طور دقیق باید اثبات بشه که اینا زبانشون برابره، ولی برای همین اسمش میذارم پروف آیدیا. خب بعدا بعد این یکی من مینویسم، بعدا بعد یه اثباتی هم بشه به صورت استقلایی که حالا اینا زبانشون برابره و این حرف. ولی به طور کلی ما میتونیم این NFA رو بیام شبیه سازی کنیم. چجوری؟ ایده میشه شبیه سازی رفتار M توسط N. خب کاری که میخواییم بکنیم اینه. چجوری این کار انجام میدیم؟ یک، میایم حرکات اپسیلون رو حذف میکنیم، حرکات اپسیلون رو حذف میکنیم، این که طبیعی ترین کاری که میتونیم بکنیم. دوم چی؟ دوم میایم میگیم که اگر از یه استیتی مثل پی با یک دنباله ای از حرکت های اپسیلون میرسیدیم به کیو، خب که از قضا این کیو ما فاینال بود، پی را چیکار میکنیم؟ فاینال میکنیم، پی را حالت نهایی میکنیم. سوم چی؟ سوم میگه اگر من از پی، از یه استیت مثل پی با یک دنباله ای از حرکت های اپسیلون مووز رسیدم به یک حالتی به اسم کیو که از کیو با آ رفتم به یه حالتی به اسم آر، اون موقع چیکار میکنم؟ میام یک یال جدید اضافه میکنم از پی به آر، یک یال جدید اضافه کنم از پی به آر، آنگاه پی آ عضو میشه توی دلتا پریم، چیزی که جدیدن دارم میسازم دلتا پریمه پی و آ، چون اینا مجموعه دیگه، این پی و آر میگم اضافه میکنم به دلتا، ترانزیشنشون اضافه میکنم، یعنی به بیانی از حالت P با A برم به R رو میام اینو به قوانین انتقال
اضافه میکنیم. آره. خب حالا این از این ایدهش که چجوریه و اینها، یه خورده یه ریزه نه خیلی ببینیم چجوری داره قضیه کار میکنه. فرمال چه اتفاقی داره میفته؟ داریم میگیم که ام، یه امی داشتیم ما، خب این شامل یک سری حالات بوده و یه الفبایی داشته و یه ترانزیشن فانکشنی داشته و یه کیو صفر و یه دونم اف. اینو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم تبدیلش بکنیم. اینو داریم، حال ان را تعریف میکنیم که ان چی باشه؟ ان هم مساویه با حالت ها، نمیخوایم تغییر کنه کیو و الف با نمیخوایم تغییر کنه زیگما، ولی ترانزیشن رو یه تغییراتی میدیم و کیو صفر رو تغییر نمیدیم، ولی اف رو هم تغییر میدیم. حالت پایانی ها اگه دقت کنید تو اون چیزا تغییر میکنن، توی اون اتفاقا. حالا چی داریم؟ اگه همون حرفا رو من به صورت فرمال بخوام بزنم، اینجا من چی گفتم؟ اینجا حالت پایانی گفتم چی؟ گفتم که اگر من میتونستم از حالت پی با یک سری دنباله از حرکت های اپسیلون برسم به کیو که این کیو نهایی بود، اون موقع پی هم نهایی میشه. پس من الان میتونم با این توصیفی کردم حالت فاینال رو به صورت چیز تعریف بکنم، به صورت فرمال. پس این برای شماره دو بود، این هم برای شماره دو بود دیگه. خب دو فرمالش چی میشه؟ میشه افریم مساویه با کیو عضو حالتامه و اپسیلون کلوجرش، یعنی که من دنباله ای از حرکات که داشتم اپسیلون بودن، اپسیلون کلوجر کیو اشتراکش با اف، این مخالفه با توهی باشه. در این صورت این عضو اف پریمه که اون قبلی ها باقی میمونن، یه سری ها ممکنه بهشون اضافه شن. و سه رو به صورت فرمال بنویسم چی میشه؟ میگم دلتا پریمه کیو آ که کیو عضو کیو بزرگ و آ عضو الف با، این مساوی با چیه؟ دو حالت میگیرم توهی، اگر که آ مساوی بشه با اپسیلون، میخوام اپسیلون ها رو حذف بکنم، در واقع یک وسه، یک وسه، و اجتماع میگیرم روی چی؟ روی همه از پ، از حالت پ با خوندن آ میرم به یک سری حالت جدید. خب آره، اگه آره دیگه، از حالت مثلا میریم به یه حالت آر. خب مثلا از بذارید بگم اینو چجوری بگم، از همون دو بار ای کلوجر مگه نمیشه؟ برگشتید شما آی فرزام؟ ای بابا، آره من نتم یکم به هم ریخت، خواهش می‌کنم. آره، میخوام بگم که این اینجوری بنویسم به نظرت اوکی میشه؟ کی عضو ای کلوجر کیو باشه؟ آره آره دقیقاً. بعد اینم اجتماع فکر کنم ای کلوجرای این بشه، نمیدونم یا نه. اجتماع همه دلتا یعنی تمام مجموعه هاشه دیگه، تمام پ و آی که پ عضو ای کلوجر کیو دیگه، یعنی کیو اینجا با یه سری اپسیلون رسیدیم به پی، بعد اینا خودش به یه سری جاها میره. خوب گفتم؟ آره فکر کنم. نمیدونم، من حس میکنم یه دونه ایکلوجر دیگه میخواد که بعد اون آیم که میخونه ممکنه دوباره اپسیلون بتونه بزنه دیگه. یا نه منظورتون میدونم چیه، اونجا که ما اومدیم قبلا تعریف کردیم میگفتیم اپسیلون آره. پی رو مثلا میگرفتیم. خب اینجا اینو نیاز نداریم، چون که اینجا NFA بودن رو نمیخوایم تغییر بدیم. یعنی میدونی چی میگم؟ میگه که آره آره از P، خب آره، میگه که یه حالتی به اسم Q وجود داره، خب که من با اپسیلون موو رفتم رسیدم به P. خب حالا از P R رو میخونم. آره از P R رو میخونم، چند تا حالت داره دیگه، خب به یه سری چیزا میرم از این من میخوام. خب حالا اینجا این پر رو مثلا پوز نباید یه دونه چیز بگیریم، آرو اضافه دلتا پریم بگیریم، نمیدونم دلتا پریم گرفتم اینجا، این نوشتم دلتا پریمه، نه اون اجتماع دلتا پریمه پی و آها باشه.
اجتماع دلتا پریم این اجتماعه، خب خود این مجموعه است، بعد مجموعه داخل این اجتماع پودر میشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی خب مثلا همون میگم این این اجتماعی که میگیری، من حس میکنم این پیو آه باز باید دلتا پریم باشه، نه دلتای اون NFA اپسیلون NFA قبلی که داشت. آخه این بازگشتی میشه، من میخوام بر اساس اون قبلیه بنویسم. خب همون واسه همون میگم یه دونه فکر کنم ایکلوجی رو دیگه بخوام. الان سه رو میبینی؟ سه رو من میخوام سه رو به صورت فرمال بگم. آره نه همون سه الان مشکلم با اینه که مثلا بعد آر اگه اپسیلون باشه باز این کجا میاد چیز میشه؟ اون حذف میشه دیگه. بعد از آر منظورت اینه که آها من فهمیدم چی میگی، الان فهمیدم. یعنی تو میگی از کیو نمیخوادم اون کجا حساب میشه؟ آره آره آره، از کیو اومدم با آ اومدم به آر، بعد از آر تو میگی با اپسیلون رفتم به آره. زد درسته، اینو داره یه چیز دیگه. آره میخوام بدونم این زد بعدا درست میشه یا نه، یکم اون تیکش مثلا نوازه این حذف میشه. خب الان همینو مثلا نگاه کنیم، همینو نگاه کنیم، اتفاقی که میفته اینه که یه کیو به آر دارم اینجا، خب با آ، یه دونم با آ دارم به زد، اینجوری میشه. آها این اپسیلون ان اف ایه، این ان اف ایه. حالا من نمیخوام اصلا با آر حرکت بکنم، نمیخوام از آر با اپسیلون حرکت بکنم به زد، میخوام حرکت اپسیلون رو حذف کنم. میفهمی چی میگم؟ آره آره نه این دیگه حذف کردنش اوکی بود، من واسه بدونم که مثلا این حالته که اپسیلون بعدش هم باشه درست میشه بعد از این که حالا این تغییر یالا رو میدیم یا نه. چیه؟ همین که ما با اپسیلون از آر میریم به زد، خب همین نشون میده که ما با آ میتونستیم از کیو بریم به زد. همین رو من میخواستم از آره آره نمیخوام آره نمیخوام ان اف ای بودن رو از بین ببرم، فقط میخوام اپسیلوناشو حذف کنم. آره 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 انا اوکیش خواهش میکنم، دست در نکنید، چیز خوبی گفتی. آره حالا من این یه حل شد کامل، این دیگه یه نیمه اثبات بود. آره دیگه چی بگم دیگه، آره همین خوبه دیگه، تا همین اندازه. فقط میشود دقیق تر هم باشه، میشود اثبات با میشود اثبات دقیق تر هم باشه دیگه، نگم چی دقیق تر هم بشود، چون مثلا شما باید بعدا نشون بدید که ال ام مساوی با ال ان، و این یه خود درد سر داره. من فقط میخواستم چیزشو بگم، اون چیزی که مورد نظرم بود واسه این قسمتشو بگم. آره خب حالا آخرین سوالی که من میخوام حل بکنم، یه سوالی که شبیهشو تو تمرینا دارید، من یه قسمتشو حل میکنم یه قسمتش هم که تحویلیه. این از این سوال 6. آره سوال 6 رو حل بکنم، یه قسمتایشو. آیه فرزان میبینید اینو؟ خوب میتونید بخونید؟ بله بله. این که همونه، اشتباه بردم. از هم سوال 3 رو باید بگم. سرت پس الان میتونید بخونید آیه فرزان؟ آره مشخص. خب یک کدومش توی تمریناتون بود؟ فکر کنم 2 بود تو تمریناتون، درسته؟ تحویلی بود. آره آره 2 توی تمرینات. یکی که نیستش نه؟ نه برعکسش نبود فکر کنم. خب این به نظر شما درسته یا غلطه؟ 1 ام زبان نامتناهی را بپذیرد دارای دور است. آره خب. باید باشه فکر کنم. چرا؟ دلیلش بگو، اثباتو بگو. چون که فرض کنین دور نداشته باشه دیگه، برهان خلف بذار کامل برسه، برهان خلف آره. فرض کنین ال ام نامتناهیه ولی ام فاقد
من ببخشید کامل می‌نویسم که مثلا بچه‌های سه چیز کامل هم دیده باشن. درست. خب چون همه قوی نیستن، یعنی ممکنه همه ندیده باشن اینجور اثبات ها رو اینا. خب بقیه‌اش چی؟ بگید دیگه چیکار کنم؟ پس این حالا امی که ما داریم یه سری مسیرن دیگه که حالا سرتاشون به هم وصل نیست. اجتماعی از چند تا مسیره. مثلا نمیشه اینطوری بگیم از اونجو که نمیتونیم مثلا بیایم رو تعداد حالت ها فکر کنیم، تعداد استیت ها میفهمیشیم؟ آره یه چیزی میشه. بعد نمیتونیم بگیم بین هر دوتا چیز یه دونه حد اکثر یه مسیره دیگه. نه بذار آره. یه مدلی بگم ببینیم چطوره به نظرت. این دی اف ای منه، خب این استیت هاشه، این استیت یک و دو و مثلا همینجوری داره تا ان. خب اندازه کیو مساوی با ان. من میتونم بیام یه رشته رو انتخاب بکنم خب که این از این تعداد حالت ها بیشتر باشه، بعد بر اساس اصل لانه کبوتری مطمئن باشم که یه چیزی اینجا از یه جونش دو تا میگذره. آره این خوبه. ایده موقع یه گشت بسته داریم پس یه دور بستم. دقیقا. آره. این من این زیر فقط برای ایده میذارم. ایده. خب حالا از آنجا که فقط یه چیزی اینجا داره، یه چیزی ریزی که حالا اکثرا فراموش میکنم بگن، از آنجا که LM نامتناهی است، خب طبق یه لمی که خیلی ساده اثباتش میکنم، طبق لم یک که بعد از این اثباتش میکنم، در آن رشته ای وجود دارد که اندازه اون رشته W، رشته با نام W وجود دارد، رشته ای با نام W وجود دارد که اندازه این از چی بزرگتره آیه فرزان؟ از بقیهشون میشه از حالت این. درسته بزرگتر که کیو حالات. فکر نکنم اینم نیاز باشه بگیم، چون ماکسیموم تعداد اعضایی که مثلا اون ADM میتونه داشته باشه رو میشه با همون لانه کبوتری حساب کرد دیگه. آره اونم میشه. خب از اونجا میشه گفت که مثلا این ADMمون زیر مجموعه یه متناهی میشه، پس ADM نامتناهی نمیتونه باشه. آره اونم که اصلا نیاز به این لم هم نداشته باشه. آره اتفاقا اونی که میگی چیزه، اگه خواستی دوست داشتی مثلا ببینی، یه چیز داریم به اسم این دیس چجوری میگن دیستینگویشبل، تمایز ناپذیر، مثلا رابطه تمایز ناپذیری اگه خواستی بعدم ببینی، انگلیسی هم اگه خواستی برات میفرستم. بذار ببینم یه لحظه انگلیسی هم بنویسم اینجا. اونی که میگه تو خیلی چیز خوب و جالبیه، ولی من اینجا اینو اینطوری مینویسم اینو اینجا کجا این رابطه اینه اونی که داری میگی و چیز جالبیه کلا این ریلیشنه. آره اینو برای آقای فرزان بذار. خواهش کنم، چون که اینجوری شد بذار من اصلا اینجوری کنم، یه چیز جالبتر برات بذارم. MIT PDF یه لینک دانشگاه چیزه، یه لینک لکچر نوت دانشگاه MITه که این راجع به چیزی که گفتی صحبت کرده. خب اینو لینکش هم میذارم اینجا گذاشتم که بعدا این خواستی نوتا رو بخونی، اون چیزی که ایده که داشتی رو نگاه کنی. من موقعی که میخوندم این چیزا رو مثلا اینو دیدم برام جالب بود، شاید برای تو هم جالب باشه. اینه بعدا اگه رو بزرگ کنی بزرگ میشه دیگه. صبر کن چون بذار اینا میتونم بزرگش کنم برای فونتشو. رایت کلیک. من فکر کنم تو PDF بشه کپیش کردن. آره دیگه اگه عکس نباشه کپی میشه کرد. نمیدونم چجوری میشه راستش، ولی
حالا اگه اوکی حالا نه اسکرین شات هم بگیری نرم افزار هست تبدیلش کنه به حالا اوکی نه من هست بله بله بفرمایید. من این سوالی واسم پیش اومد این که ما میگیم که رشته با نام دبلیو وجود دارد که طول دبلیو بزرگتر است از اندازه کیو که کیو حالات امه. بله. چرا اینقدر سختش میکنیم؟ چرا نمیگیم طول دبلیو میل کنه به بی‌نهایت؟ دلیلش چیه؟ چرا اینطوری داریم؟ دلیلش خیلی مهمه. اینو بذار بگم. نوت رشته‌ای با طول بی‌نهایت نداریم. در اینجا البته در این درس مقدماتی این حالا توی سه چیز حرفه‌ای‌تر بررسی میشه. این برای همین ما باید یه n فیکسی رو بگیم که برای اون n فیکس وجود داره. اوکی شد الان آیه دانیال؟ آه بله بله درست. خب اینو من اینو این پایین میذارم برای شما. ایمیل میکنه به بینه هایت ببخشید من این سوال داشتم. بفهم خانم دو خانی اصلاتون نمیشتم من تعریف زبان نامتناهی رو متوجه نشدم. فکر میکردم همینه که مثلا یه رشته‌ای داره که رشته طولش رو بی‌نهایت میل میکنه که نه اینو من اینجا می‌نویسم زبان نامتناهی یعنی اندازه L مساوی با بی‌نهایت. خب اندازه L شامل یه عالمه رشته است مثلا W, X, فلان. این اندازه شه که نامتناهی. خود این رشته ها نامتناهی نیستن. فهمیدید خانم دخانی؟ بله بله تعداد رشته ها نامتناهی. بله خب که این کیو میشه حالات. تا اینجا اومدیم حالا حال مسیر W روی M را در نظر بگیریم. خب مسیر محاسبه بگم بهتره چون یه موقع حال مسیر محاسبه W روی M را در نظر بگیرید. چه اتفاقی میفته تو این مسیر؟ طبق اصل لانه کبوتری وجود دارد کیو عضو کیو که دو بار در این مسیر آمده است که این یعنی که دور داره دیگه. خب که این در این مسیر آمده است پس دور در M وجود دارد که این تناقض است. بغیر از لم یک بقیهش اوکیه بچه ها. من اینجا اسم مسیر میارم واسه بچه هایی که خود دقیقا و ممکنه بگم پس چرا یه دونه رأسی داره تکرار میشه. مسیر در اینجا رو من میگم مسیر محاسبه مسیرهای محاسبه N1 روی AAB. مسیر محاسبه منظورم این مثلا صورتی است که تا اینجا اومده. اینجا زمان مهم میشه واسه همین نه تکراری نیست ولی توی چیز توی ماشین متناهی اون حالته داره تکرار میشه اون گشته به قول شما. فقط یه چیز کوچیک مونده که اینو بگم دیگه تموم میشه کلا کلاس. یه لمه خیلی ریزه 15 لمه یک. لمه یک چی میگه؟ میگه برای هر عدد طبیعی n اگر l نامتناهی باشد وجود دارد w که اندازه w بزرگتر از n. خب اثباتش خیلی ساده است با برهان خلف. خب فرض کنیم همه رشته های درون L
از n اندازه ای کمتر دارند، خب مجموعه همه رشته های با طول کمتر از n را در نظر بگیریم، این چی میشه؟ L پریم، که این L پریم مساویه با همه W هایی که اندازه W کوچیکتر از N. خب به روشنی L زیر مجموعه L پریم دیگه، چون که همشون کوچیکتر یک یه سری از ایناست دیگه. خب ولی چی؟ ولی اگه من بخوام بشمرم اعضای اینو، این متناهی میشه، تمام W هایی که به طول صفرن یه دونه است دیگه، یه اپسیلونه، یعنی یک. تمام W هایی که به طول یکن، خب این چیه؟ مثلا یه صفره، یه دونه یکه، که این دوتا. تمام W هایی که به طول دوان و همین ترتیب دیگه، صفر و صفر، صفر و یک، همین جوری دو به توان دو. به این چه سری داری میسازه؟ دو به توان صفره، دو به توان یکه، دو به توان دوه. به طور کلی اندازه L پریم مساویه با زیگما دو به توان آی، که آی مساوی با صفره، تا n منهای یک، خب به خود n نمیرسه، که این هممون میدونیم از دو به توان n کوچیکتره دیگه، دو به توان n بچه پایش هم منهای یک داره. پس L پریم متناهیه، خب L پریم که متناهیه و چون L برابر میدارم زیر مجموعه L پریم، پس L متناهی است که این تناقض تمام شد. از اثبات لم این برانورش سوالی دارید بچه ها؟ اوکی بود همه چی؟ تقدیم باقی فرزام کرشی. آره خب دیگه چیزه دیگه، اینا چون جالب بودن من خودم اینا رو میخوندم، برام جالب بود گفتم لینکشو بذارم، شاید این لکچر نوتای ویلیامز و با تراویزیان، اینا دوتا استاد خوبی هن، یکشون الان MITه، این شاید جالب باشه براشون، که اینا لینکشو گذاشتم اینجا. و بچه دستتون در نکنه که موندید تا الان دنبال کردید، این سه نفر که موندید منو تنها نذاشتید، خیلی ممنون. خیلی سخت بود تنها میخواستم بنویسم اینا رو، من میخواستم اینا رو بگم. و کلاس دیگه تموم شده، اگه سوالی دارید بپرسید، اگه نه هم که شب خوبی داشته باشید همگی، امیدوارم که تمریناتون هم خوب انجام بدید. یه بار اون اثبات لم رو میشه بیاری؟ من این وسطای کار از دست دادم. چشم حتما. از اولش از آره لم که اینجا شروع شد، گفتم برای هر عدد طبیعی n اگر l نامتناهی، بذارم لیزر روشن کنم عشان روش بگم، گفتم برای هر عدد ما بذار با بقیه بچه‌ها که سوال ندارن خدافظی کنم، بچه‌ها رفتید دیگه، خدافظی کردن رفتن، خدافظی و خودشون انجام. خوبه. خب گفتم برای هر عدد طبیعی n اگه l نامتناهی باشه، وجود داره یه w که اندازه w بزرگتر از n. خب اینو میخوام اثبات کنم. گفتم فرض کنیم همه رشته های درون L اندازه شون از N کوچیکتر باشه، یعنی از N اندازه کمتر دارن، قبوله؟ W چی بود؟ W چی بود یه لحظه؟ W رشته یه عضوی از L بود؟ آره یه عضوی از L. آره گفتم فرض کنیم همه رشته هایی که توی L هستن اندازه شون از N کمتره. حالا من میام یه سوپرستی از اینو در نظر میگیرم، میام میگم همه رشته ها رو اصلا اون کمتر از انن اون در نظر بگیر، این مجموعه شده L پریم، تمام رشته هایی که اندازه شون از n کمتره. آره قبوله. خب این به روشنی Lی که من داشتم زیر مجموعه اینه دیگه. آره دیگه قاعدتا. آره. حالا اندازه اینو میخوام ببینم چقدره، اندازه این چیه؟ تمام رشته هایی به طول صفر، بذار اینا رو لیزرشو بردارم، تمام رشته های به طول فلان به همین ترتیب. اینو اگه نگاه کنی
این یه سری میسازه، تمام رشته‌هایی به طول صفر، خب تمام رشته‌هایی به طول یک، صفری ها چقدر؟ یه دونه اپسیلونه. یکی چیه؟ یه صفر و یه یک. دوی چیه؟ صفر 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 یک یک صفر یک یک، چهار تا. این دو به توان صفر تا، دو به توان یک تا میاد میرسه به n منهای یک که این میشه دو به توان n منهای یک. در واقع اندازه این میشه سری دو به توان i، حالا که این دوه اندازه زیگماته i از صفر تا n منهای یک که این میشه دو به توان n کلش منهای یک. آره دیگه، آره درسته. آره به این ترتیب پس این چی شد؟ این متناهی شد که دو به توان n فلان، n فیکس بود دیگه، این متناهی شد. حله. l پریم متناهیه و چون اینه پس l متناهیه که این تناقض. درست، درست. آه. اوکی همه چی؟ خب خسته نباشی. آره اوکی شد. من حالا سعی می‌کنم اینم اوکی شد و اینم می‌ذارم دیگه واسه بچه‌ها قربانت. آره این اسلاید رو، این حالا اسلاید تخته هر چی که اسم میشه کجا می‌ذاری؟ من خودم، من جلسات فرد گروه دومم خب همه رو می‌ذارم بعد از کلاسم اگه مشکلی تو ضبط پیش نیامده باشه. جلسه 1 رو گذاشتم، جلسه 3 الان اینم میذارم تو کانال که تو گروه هم میاد. آه حله. آه خسته نباشی. قربونت، شب خوبی داشته باشی. فعلا خدا حافظ.